امازون بیسیک. این امازون بیسیکه؟ فکر میکنم من یه امازون دارم. بیسیک داشتم دقیقا این همین شکلی بود، ولی اون ولی خب رنگش فرق میکنه. راست میگی، رنگش فرق میکنه، رنگش توسیه، مکانیکسش همینه. خب سلام. چرا میخندی؟ بابا یه لحظه وایسید. نه من که آخه تو نمیتونی با اون بشینی که. چی؟ کش میاد. تنشن توش زیاد میشه. همزه میشه، فوشالی میشه. نه دیگه دیگه بابا دیگه یه حالا یه فوش وسطش میشه که قبلا میشد الان دیگه. اون سیم دراز از اون وسط رد شه. ولی من فکر کنم بتونه بیاد. معذبه. خیلی کم به خاطر اینکه سیم دوربینه دیگه. ما الان با مشکلات عدیده و پدیده های زیادی داریم دست و پنجه نرم میکنی. صدا خوبه الان شما که داریم دوستن به نظرم جان؟ پدیده پدیده مشهد دیگه. بله تیمه. نه نه اسم مثلا دختره فکر. میتونی بذاری پدیده که دیگه ناگه هم پدیده. پدیده نمیشه اسم؟ هر چیزی اسم میشه ولی دیدم بعد چقدر بخواره دیگه. مثلا چه پدیده ای بود؟ معجزه. حتی من عوض میخواه کسی اسمش پدیده بود. آره. من تا حالا نشیندم پدیده. چرا من شنیدم؟ واقعا میگی؟ خودتر بگو دیگه. بگو دیگه ما اینجا داریم ما دست و پا میزنیم. استبلیش شده پس. من اسکم قبول نکردی طرف منو گفتم بذاری دیگه. آه من کافی من پایین. این پشتی من خیلی با من میاد و میره. اجایله. میاد و میره. آره. خب یه سوال سلام جانم. ما هیچ تستی نمیتونیم تو همین ثانیه های اول بگیریم. نه تقریبا که بشنویم. ببین من برای اون فیل سیف گذاشتم دیگه، اونم داره آدیو رو رکورد. از این بابت میگم از اون بابت رو نمیتونیم. نه میرا جان اگه میبینی یه هامینگ نویز وجود داره درستش کن. آره دست درد نکن. احتمالاً توی میکروفونه ما ستا نمیفته، شاید تو مال کارون بیفته. چرا؟ به خاطر اینکه فرق میکنه میکروفونت. این آشخالیه؟ من میکروفون یه میکروفون من باید بیارم اشاره دفعه بعدی، اونم نیاوردم. از همین جنس، از همون جنسی که تو دهن شماست. شماره دو مال کارونه. شماره دو. بله خلاصه سلام کنی؟ میخوای سلام کنم؟ از زوده حیفه. سلام اینجا پری اپیزودمون بود. چی اون رو سلام میکردیم؟ آره آره الان سلام نکردیم. یه هنوز سلام نبا بکن. خیلی که همه اپیزود امروز دیگه این یه ها میریم تو کار میفهمم، ولی زش نیست. مثلا ما قبلا همونطوری میگفتیم سه سال چهار سال داریم این کار میکنیم. الان دمش فکر میکنم بعد دیگه الان تازه میگی زش. چرا یه سلام تو پری اپیزود بود یه سلام هم بعد نه پری اپیزود سلام نه یه ها شروع میشد دیگه. من که خیلی راستی هم در این مورد فکر راستی. آها یعنی زنگ زده هستم. آها فکرم رایتی راستی. نه نه من بگم لازم وی نیور نو بگم لازم سیاسی میگه. آها بازم اون خودش عکس گرفتی استوری کنی؟ میگیریم زیاد خیلی تو عکس گرفتم از لحاظ بصری اونقدر قشنگ نیست. چرا بابا خودتو هیچ وقت در فکرم نگیم ایمان جون. ما بعد از مشکلات خیلی زیاد و عدیده و پدیده برگشتیم. الان چقدر وقته؟ کسی اومد؟ نه ولی یه صدای عجیبی. چند وقته نیستی؟ آره سه ماه خورده ای؟ قرار بود دو ماه بشه. سه ماه خورده ای که نیستیم. سه ماه فقط؟ بیشتر گذشته. بیشتر یعنی هست. ببین من توی مدت که احساس کنم زندگی من عوض شده. یعنی توی این سه ماه اصلا تمام روتین های زندگی من کاملا برگشته. فکر کنم توی جولای آخرین اپیزودمون بود. خب تابستون شد قبل از اون داستان البته. نه که چی بود اپیزود آخر؟ جولای. اپیزود آخر احتمالاً با صدف بود. نه خودمون بود. نه با گلناز که بود. با گلناز بود. شهر نو بعد اون اپیزود نداشتی؟ بعد از اون دیگه فکر نکنم. چرا دیگه رواقیگری و اون بعدشه. کاش یه دور نگاه می‌کردیم بعد میومد. حالا خب چرا رواقیگری آخرین اپیزوده؟ همه خودی هن دیگه. الان کسایی که دارن این اپیزودو میشنون از همینجا ازت معذرت. آره برو تاریخ اون موقع خودی. ما گفتیم دو ماه دیگه که من برداشتم این بود که توی اکتبر اینا شروع میکنیم اوایل اکتبر که اونم یه ماه عقب افتاد شده سه ماه خورده ای. یه دو هفته همین اخیراً عقب افتاد. بله سه ماه آخرین اپیزودمون رواقیگری اپیزود 353 فرزاد رسید یه جمله خیلی قشنگی گفت. چی گفتن؟ 24 جولای آخریش بوده.
چی بود؟ رواقیگری 24 جولای. آخه همین دیگه. 3 ماه و نیم. 53. 3 ماه و نیم. ما به دروغ اون موقع گفتیم 2 ماه دیگه میایم. نه به دروغ که میدونی کار داشتیم دیگه. فرزا چی گفت؟ فریب. نه دیگه. بعد. اینیم بابا. خیلی زمان یعنی خیلی کار داشتیم، هم خانواده ها اومدن سر زدن، اتفاقات خیلی زیادی افتاد. بله. درگیر بودیم دیگه، ولی واقعا همین جا هم نداشتیم. یعنی الان تازه به لطف کارون الان جادار شدیم. اینم اولین بار داریم اینجا ضبط میکنیم، برای همین خیلی میتونه اصلا نه تصویرمون بخونه نه صدامون بخونه. پایی که من گذاشتم رو پام خیلی تصویر نیست، چون من درست نمیدونم اون چقدر دوربین بدیه واقعا وقتی کاشی و داری بهش نگاه میکنی. چون تو باید یه ذره بیا این ور نه ببین این سمت کارونو زیاد داره میگیره. آره خیلی سمت منه، سمت توی چی نیست رو دید من از این فاصله که اصلا قبل اینکه حالا بقیه این کامنت رو بذارم من بگم که بک‌گراند اون خونه ای ما خیلی بهتر بود. چرا نمیریم اونجا یادشه؟ چرا اون قدیمی ها خیلی همه بک‌گراند این ورم چرا هنوز بهش ریفر میدیم؟ بد نیستی به داگ پارکه. از این ورم میتونیم ضبط کنیم ضد نوریمون اونجوری که بشه. یه ذره حس کنم غریبه این با میکروفون شاییم. آره چه درستش کردی ها؟ بعد فرقه این دسته رو بگیم. آره بالانسش باید درست باشه ولی فیزیکس امروز همه چی به فیزیکس برمیگرده. آره برو برو عقب. پایه چرا پایه رو نمیگه جلو؟ ها؟ پایه رو بیار جلو اونو بده دیگه نمیاد زیر مبل. چرا؟ یه شیبی داره پایه من قلومبس شیم خبیر جلوتر میاد جلوتر؟ نه ولی خب بالانسش به هم نریزه. این از اینجا باید درست‌تر بشه. ولی هی میاد تو صورتم. یعنی اش میکنه. این چندومین جاییه آه. که میریم؟ یک دو خانه به دوش چهار پنج پنجمیه ها؟ نام ببر دیگه. ببین اول که خونه ایمان بود که ویدیوی بسیار زیبایی بله. داشت. بعد یه بار رفتیم یه جا دیگه گرفتیم اونو من شمردم. یه آفیسی بود آفیس بود نه اون یه بار نه. آفیس آنتانیا رو نمیگم، اون یه باریه رو میگم. آها آها آره یه بار اونجا فکر فقط من و تو بودی. اولش اگه میخوای شروع کنی اولش یو بی سی بود. اولش خونه تو بود. ببخشید اول خونه ایمان بود، بعد یو بی سی شد دو، اون آفیس یه بار سه، آفیس آنتانیا چند بار چهار. آفیس یه باریه رو یادم نمیاد کجا بود بابا. اون روز بحثش شد. آره یه طبقه بود شیشه ای بود. آه خوب دانتان چهار استودیو پنج اونه فرزاد اوه آره فرزاد پنج خونه ما هم یه بار اومد این قبضش اون یه اپیزود بود اون پری بود پری بود نه نه چرا اون موقع یو بی سی بودن راجب آهنگ و اونم با یو بی سی حساب کرد. نه آقا پس بذاری لیمیت بذاری پنج بار بیشتر رفته باشیم فیلتر دوباره بشوریم خونه ایمان یو بی سی آفیس دانتان خونه فرزاد پنج بار نشده یه مدت خانواده من نبودم ما همش میرفتیم بالا ضبط میکردیم. خانواده من بودن همش میرفتیم بالا ضبط میکردیم. ما چهار اپیزود در مجموع حالا یه دونه رو حالا چهار پنج بار معلوم نیست اینجا پنج بیشتر از پنج تا هنوز اینجا حساب نمیشه واقعا. اینجا خیلی دیگه برنامه داریم که هنوز حساب نمیشه. آره حالا فعلا اینجاییم. میگم پیدا کردن جا از همه چی سخت‌تره. مشکل مکان لنگی داشتیم دیگه و مشکلش هم حالا به خاطر چیزای مختلف. اول که ماها الان فاصلمون از هم دیگه خیلی زیادتر شده از لحاظ جغرافیایی. فرزاد خیلی دورتره. فرزاد خیلی وقت دوره. آره ولی خب زیاد هم ضبط نمی‌کردیم تو این تا. آره دیگه خیلی کمتر بود مقدار ضبطمون از موقعی که فرزاد در واقع اونقدر دور شده. خب فرهاد سر جاش آره تو سر شلوغه. آره سر شلوغه. من خودم خیلی سرم شلوغه. تو هم خودت خیلی سر شلوغ بود با خانواده و به هر حال یه تغییراتی داشت. تغییرات بله استراکچر جسمی داشت.
تو فونداسیونش دست. یه چیزی میتونه بعد برداشت. یه چیزی بگم در مورد این فاصله ای که گفتی. بگو عزیزم. ما دو سه هفته پیش بود که قرار گذاشتیم همدیگر رو یه جا وسط ببینیم. کاملا وسط بود. بچه‌ها ایده وسطو مطرح کردم و من خیلی قبل اینکه لوکیشن بیاد. خب یه اسپات کجا وسط نبود. نه بعد من سرچ کردم اون لوکیشنی که داشت بودید به تو ایمان 8.5 کیلومتر بود میانگین. به من 38 کیلومتر بود فاصله‌اش. خب تو فرهاد مثلا 27 کیلومتر. خیلی دوری. بعد من هی گفتم خدایا این وسط کجاست؟ نه اونجا که 100 درصد وسط نبود. بعد روی وسط من دوباره توافق رسیدیم. بعد ایمان به ما میگفتش که این فرزاد این واسهش وسط نبود. آره من گفتم که خیلی به نظر من زشت بود که ایگنور شد حرفی که زد فرزاد. و نباید ایگنور میشد. من به هر حال پشت در اومدم موقعی که تو نبودی. بله دستم. دیگه چه اتفاقایی افتاده تو این مدت؟ میخوام اونا رو تو چیز اصلی بگیم. تو چیزا دیگه چیز اصلی و غیر اصلی. از اون سلامو نمیری؟ سلام اینجا خود کسه. آخه باید آهنگ بزنه. یه چوب باید بیاریم از این بعد. رسا کنیم. این اصلا نداره روی اون میلاد باید بزنه. میلاد میگه. میلاد جون بزن. هر موقعی که احساس کردی مناسبه بزن. انجام بده. دیگه چی؟ دیگه زیاد افتاده. چه اتفاقی افتاده؟ بگو. در مورد این کافی ماگا بگم. بگو بابا بگو. اطلاع میدم به تو. ببین اینا من احساس میکنم طبق تحقیقاتی که تا الان انجام شد. برای چی؟ نه برند یتیه. به ما پول نه. احساس میکنم طبق تحقیقاتی که انجام دادم اینا مادیفای شدن، یعنی اصلا ساخته شدن برای درینک سرد. موقعی که این درینک سرده هیچ نشتی نداره. موقعی که درینک گرم میشه احساس میکنم این گسکتش، آره گسکتش توانایی اون گرما رو نداره، ول میده، منبسط میشه. ببین از لحاظ واقعیت رو بخوای بدونی، آره البته، آره نمیدونم، تو تلگرام هم یکی همچین چیزی گفته بود که این بخواد ریت انبساط و انقباضش توی سرما و گرما خود کاپ و در فرق. آخه یه واشری داره دیگه، اون واشری احتمالاً خیلی راحت منبسط میشه وقتی گرمه. احساس میکنم ریتش فرق میکنه دیگه، ریت منقبض شدن و منبسط شدن خود در و دریچه. ولی خب آدم نباید اینجوری هم بکنه لیوانو، نه؟ ببین آخه همین که دست هو پوینت دست کل موضوعی که من نگرفتم همین باشه. موقعی که این توش آیس کافی باشه این نمید، برعکسش هم بکنی اتفاق خاصی نمیفته، همیشه سیفی، ولی خب موقعی که گرمه میریز. آره بعد ایما اینو گرفته بود و خب من دیده بودم دیگه، هی هم عشق کردم و بعضم یکی بهترین اینوستمنت هایی که من کردم. آره بعد من بعد دو سه ماه با این که میریزه خب ریختنش اخیره، مال اخیر حالا سیزن هاله. بعد منم دیگه رفتم اینو خریدم. منم رنگم عین مال توه. آره پس قاطی یه رنگ دیگه میگرفتی با هم دیگه عوض میکردیم. ببین مال من سریش مودیفای کردم. آره مال من سریش مشکیه. بعد من رو حساب این که ایمان دیگه قول داده بود که آقا این بهترین آقا چه قولی داده بود. دیده بودم، خودم دیده بودم. بعد کافیو گرفتم و اینا رفتم داشتم یه مسیر پیاده میرفت که ویدیو گرفتم واسهت فرستادم. گفتم به فرهادشم، گفتم ببین چقدر باحال می گرفتم کج کردم همش ریخ. سوختیم. بعد اون شب تو بیمارستان بودیم. باز تو بیرون این کاری کردی، من تو ماشین این کاری کردم. من نمیدونستم. من گفتم که تازه من احساس کردم یخش 4 تا قطره می اومد. میبینید روی آب یخ من امتحان کرده بودم و 4 تا قطره می اومد. شوره کرد. ولی خب وقتی رفتم دوباره با آیس کافی امتحان کردم شوره نکرد. برای همین اینو پیک اند چوز دیگه. خب گفتی بهشون؟ به کی؟ به سازنده. به سازنده نه هنوز. چی گفتم؟ اونقدر... به چی؟ سازنده. نه که چی کنی؟ بپرسی. درست گفتم این لغتو؟ که حس کنم یه چیز دیگه تلفظ. نه بپرسی دیگه. جویاشو. اینقدر به کلماتمون بیه. یه لحظه تو گوشم یه چیز عجیبی شده. آره ممکنه. نه تو گوشم من درست اومد. الان معذب نیستید؟ حس کنم من از من خیلی کامفورت. نه حس کنم دیگه فارسی حرف نه کلا حرف زدن سخت شده. نه الان چیزیم دیگه، الان خجالت داریم یکم. آره یه ذره بعد یخم شما شد. آره بچه‌ها ولاگو دیده بودم و خیلی چهره کارون خیلی طرفدار پیدا کرده بود. چرا؟ کامنت ها گفتم خوش چهره شدی، مثل اینکه قبلا خیلی کریهان منظر بودی. کارون همیشه چی همیشه تو سر. حالا اون روز من از فیزیو اینا اومده بودم، خیلی حالت خسته و
دیگه گفتن خیلی همه خستت هم دوست دارم جولیده آره. ولی کلن ریشت بلندتر از نورمه نه؟ حال ندارم بزرم آره. حال ندارم بزرم بلندتره ولی نورمه آره نورمه کی تقیی میکنه و ایمان ریشش رو زد من خیلی میدونی که ولاگو که دادی بله. دو روز قبلش من اون استایل سیمیلوریش رو زده بودم ببین اینطوری به بگم من باربرم پشماش میریزه هر دفعه منو میبینه خودش دیگه ریشاشو نمیزنه من میرم هفته یا اصلا تو خیلی سری داره ببین من اگه رشد چیزای دیگه هم به صورت رشد صورتم بود واقعا خیلی تو زندگی ما جلوتر بودم و موفق‌تر لیتری جلوتر بودی واقعا جلوتر آره خلاصه ببخشید اگه که ما خیلی داریم میخندیم و اینا ببخشید خیلی وقتی خب آره بچه‌ها خیلی وقتی هم هست که با هم دیگه هم صحبت نکردن اینطوری رو در رو با هم صحبت نکردیم بعد این مدل اپیزود رو هم خیلی وقت نداشتیم دیگه آره بر به واسطه شرایط حداقل آره یک سال خورده‌ای بود آره آره از این چیز به دور بودیم حالا می‌خوای بگی چه کار می‌کنیم این سیزنو نمی‌دونم چیکار می‌خوام صحبت کردیم مگه چی گفتی؟ الان میگم مطلع بشید با صحبت کردیم آره قرار شد تو دوربین بگو درست یا نه دوباره برگردیم به همون روال سابق یعنی سیزن داشته باشیم چون از تقریبا مرداد شهریور پارسال که میشه 1401 بله درسته؟ 1401 آره دیگه اون روال سابق رو نداشتیم یه بازه که اصلا اپیزود بیرون نمیدادیم همه میدونیم چرا بعد دیگه شروع کردیم ما اون موقع تنها کسایی بودیم که اون موقع اپیزود بیرون میدادیم با یه وقفه یه چند ماهی نداشتیم چند ماهی که فقط اخبار دنبال آره. میکردیم صبح تا شب آره یه بازه اپیزود نداشتیم بعد که شروع کردیم با گلناز و صدف با گلناز تاریخ در واقع جنبش زنان تو تاریخ معاصر ایران رو مرور کردیم با صدف به مسائل مربوط به سلامت روان پرداختیم بعد دوباره همینجور جست و گریخته اپیزود دادیم مثلا اون رواقیگری و اینا داره. خیلی به صورت منظم نبود بعد این مدت حالا یه ذره با هم دیگه صحبت کردیم و برنامه داریم که سیزن چندیم؟ نو I would like to say 9 آره نو فکرم بد نباشه آره سیزن دست خودمون که نیست حالا ریاضیاته ولی خب سیزن جدید رو شروع کنیم حالا ما اون اوائل که شروع کردیم هفته ای سه تا اپیزود داشتیم یه خیلی وقت آره موقع یه دونه اپیزود من یه دونه ایمان یه دونه فرهاد بعد تا اینجاش درست گفته آره بعد یه مقدار جلوتر رفتیم فرهاد دیگه نبود من ایمان بودیم دو تا اپیزود داشتیم یاد ایام داری میکنی آره بله بعد جلوتر که اومدیم درست سه تا داشتیم فرزاد اضافه شد سه تا نبود هیچ وقت سه تا نبود دیگه هیچ وقت سه تا نشد تو هفته چرا دیگه فرهاد را بله خب ببخشید آره بعد دیگه فکر کنم شد دو تا اون آره آخرین دوتا. سیزنی که رفتیم دو تا بود که یکیش دوره هم خودمونی و اینا صحبت می‌کردیم یه دونه رو سعی می‌کردیم راجع به یه موضوع مشخص صحبت کنیم آره این سیزن برنامه این شد که یه اپیزود طولانی بدیم هفتگی دیگه دو تا اپیزود نباشه آره صحبت کردیم دیگه آها خب ماهی 4 تا اپیزود خب آره یه اپیزود طولانی میدیم که دیگه پری اپیزود داره پست اپیزود داره اون حرفای خودمون یا دوره همینا رو هم توی همون یه دونه اپیزود میزنیم وسطش هم یه موضوعی داره که اون موضوع رو قراره سه نفر از این 4 نفر داشته باشن اونی که موضوع ور نمیداره رو نمیگیم کیه چرا ولی دیگه خودتون متوجه میشه نه ولی خب آره ببین حالا من یه چیزی که دوست دارم اتفاق بیفته حداقل توی اپیزودهای خودم اینه که دوست دارم بیشتر گفتگو محور باشه حرفمون یعنی من با مشکلاتی که خودم دست و پنجه نرم میکنم یه واقعیت رو بگم احساس میکنم فیلترم خیلی کمتر شده تو زندگی یعنی خیلی در مورد خیلی چیزهای دیگه دوست دارم صحبت کنم هر موقع بحث فیلترشو برم اپیزود چیزا نگاه کنم میدونم شما از پارسال فیلتر رو شل کردید مشخصه من کلا پارسال کلا شل کردم هر چیو که تو فکر کنی من تایید میکنم بله کلا شل کردم گذاشتم وسط تو ایران هم حتی تایید میکنن که شما شل کردین ها ایمان بکنم این اقتضای سن ها یعنی آدم ها که آره. سنشون بیشتر میشه و ترپی
من به من آره من چند روز پیش مسیج زدم به تراپیستم و گفتم واقعا ازت ممنونم، یعنی زندگی واقعا عوض شد که شل کرد. شل کردم دیگه، ببین شل. ولی کلا اینو من شنیدم از آدمایی که سنشون میره بالاتر، اینجوریان که مثلا بیشتر متوجه میشیم که چقدر هیچ چیزی مهم نیست و خودت باش. لازم نیستش که مثلا خیلی مواظب باشی رفتار چجوری، اعمال چجوری، تو خودت باش. اون کسایی که براشون مطلوبی دوره جمع میشن به صورت خودکار. آره حالا نمیدونم دقیقا منظور تو این بود از شل کردم، ولی یه چیزی تو هم آیا واقعیش اینه که احساس میکنم انقدر خودم رو درگیر یه سری قید و بندا کرده بودم و بدان اینا که الان دیگه خیلی حس رهایی داری الان دیگه. ببین رها به قول رضا پیشرو یه لایف گذاشته آزاد رها. آره خلاصه میگم دوست دارم ده. آره دوست دارم که خیلی گفتگو محور باشه و واقعا یه سری چیزایی که شاید بعضیا خط قرمزشونه، من هی دارم صدا در میارم ببخشید، یه سری خط قرمزشونه واقعا در مورد صحبت بکنیم که شاید هم به هیچ نتیجه نرسه مثل همه اپیزودهای دیگه، ولی خب میگم حتما نمیخوام که یه موضوعی باشه که برم مثلا از روی کاغذی خونده بشه، یعنی دوست دارم که یه کانورسیشن باشه تا اینکه یه نفر بخواد اطلاعاتشو در مورد چیز بگه، ولی خب برای خودم اینطوریه. به همین منوار احساس میکنم شما هم شاید بتونید این موضوعهایی باشه که بشه در مورد صحبت کرد، فقط حتما نمیخواد که یه موضوعی باشه که روش کار شده باشه. آره بعد سیزن قبلی همیشه قبل اینکه شروع شه معمولا من یه چیزی تو ذهنم بود که میخوام بیشتر راجع به چی صحبت کنم. آره یه تمی داشتم، یه زمانایی هم خیلی تم چیز بود، دارکی میشد، تاریک و اینا بود. بعد این سیزن من اونم ندارم الان، واقعا هیچ ایده ای ندارم که راجبش بی تمم. آره یعنی شروع قویه دیگه، یعنی از لوکیشن و نه من یه حالت شلی که ایمون خیلی خوبه نه میگم یعنی بلم کنترل تحولی الان در پادکست زیبایه. حالا شما هر چی بیشتر صفر بگی شکننده تری، شل باشی منعطفی. من براتون میخوام خاطره تعریف کنم که دیروز که پنجشنبه شب من اولین رود ریج خیلی جدی زندگیمو داشتم و پیاده شدم و نزدیک بود که با دوتا خانم درگیر بشم. خیلی جالب بود، من داشتم مادرم میرسوندم فرودگاه، بعد یه ترافیک خیلی عجیب بود، بارونم میومد، از اون بارونایی که تو اصلا هیچ ایده ای ازش نداری. بر راجع به قضیه صحبت کنیم. بذار اول اینو بگم، تو ونکوور دو روزه که داره سیل میاد از آسمون، وقتی میگم سیل میاد واقعا شیر آب وا کردن، چون برش گردونن که تو هم ببینی که مانیتور کنیم. ببین واقعا داره سیل عجیبی میاد و مقدار آبی که از آسمون اومده رو من نمیدونم این خاک چجوری به خودش گرفت و الان آبی روی زمین نیست. این جزء معجزه های شهرداری ونکوور به نظر من که مقدار آبی که از آسمون میاد یه قطرش هم نمونه. حالا شاید میگم یه قطرش هم نمونه، شاید 50 تا پاتهول باشه توی شهر که خیلی آب توش جمع شده، خشک انگار. آره ریلیتیولی نسبت به آبی که از آسمون اومده زمین خشکه. بارون خیلی عجیب داشتم، یه ترافیک هم شده بود، منم خواستم اونم برسونم فرودگاه، توی یه ترافیک خیلی سنگینی وایساده بودم که اصلا دیگه پارک کرده بودم، یعنی ماشین هم پارک بود. یواشاش دونه دونه ماشین داشتم میرفتن، یه دونه استاپ ساین بود برای ما که میرفت تو خیابون اصلی. من گوگل مپ به من میگفتش که تو باید برید اون خیابون اونور، یعنی باید این خیابون اصلی رد کنی بری اونور. آقا رسید نوبت من شد و رسیدم سر چهارراه، دیدم یه خانومه که سفید پوسته اینطوری وایساده وسط خیابون، حالا کسایی که دارن تصویری میبینن میبینن، دستشو زده به کمرش با یه حالت حق به جانبی وایساده اونجا. بعد بهش گفتم که what is happening. گفتش که آره با دست اشاره کرد نه باید بری راست، اینجا نمیتونی بیای. بعد تو دلم اول گفتم چه خانم خوبیه، دمش گرم، ماشینش احتمالاً وسط این کوچه خراب شده وایساده دم جاده که بگه آقا نه این دهنتون سرویس میشه، هی بعد بیاین دور بزنید. چه قلب پاکی داری. کوچه تقریبا تنگی هم بود، دورش ماشین پارک بود، یه دونه ماشین میتونست بره. گفتم بعد یه ذره جلوتر نگاه کردم دیدم کوچه خالیه. رفتم جلوتر گفتم که چرا نمیتونیم بریم. گفتش که دست زد کارش، گفتش که آره
کوچه ما شلوغ میشه، ترافیک میشه، اگه خودمون بخوایم بریم نمیتونیم بریم. گفتم بیا برو اون ور، با ماشین رفتم سمتش، گاز دادم این چهار راه رد کردم، نیت کردی رفتم رفتم جلو پای خانم زم رو ترمز. بعد گوشیشو در آورده بود میگفتش که آره من نمیذارم بری و اینا، یور آن فیسبوک لایو، فیسبوک لایو و اینا. ماشین زدم تو پارک و تومزدستی کشتم پیاده شدم. ببین داد میزدم سر خانوما، میگفتم که چرا نمیذاری من برم، میگفت کوچه‌مون شلوغ میشه. گفتم I don't give a fuck که کوچه‌تون داره شلوغ میشه، بیا برو اون. و بعد شروع کرد از پلاک ماشین، مثلا دوربینی که دستش بود، من نمیدونم داشت چی کار میکرد، حالا یا فیسبوک لایف بودم که معروف شدم احتمالا توی یه جمع کرن، یا اینکه چیزه، یا اینکه واقعا چیزه، یا مثلا داشت فیلم میگرفته. اومد پلاکو گرفت و اینو گفت نه آی هفتو، و خودش مینداخت رو ماشین. بعد میگفتش که نه آی هفتو کال د پلیس. کجا کدوم منطقه؟ شانسی و 67م پایین. نه همچی پایین، شانسی گرونترین منطقه ونکوور، پایین از 67 پایینه. آها آره، نزدیک ریچمون بود دیگه. آره پایین به سمت جنوب یعنی. بعد گفتش که آره من هی خوشو مینداخت رو ماشین و اینو، گفت هفته کارد پلیس. گفتم کارد فاکینگ پلیس رایت ناو. ببین داد میزدم من، مامانم از اون ور ایمان بنده خدا میخواد ایمان این شاید یه چیزی تو کیفش داشته باشه. بابا راست میگن ایمان، نه راست میگن که راست میگن، الان خیلی وزخیته الان واقعا. پپر اسپری داشت. ببین من مثل واقعا مثل میافتادی سوسک میشدی آره، مثل زالو میافتم رو زمین تکون میخوردم. بعد همونجوری مثلا گفتش که فلان اینا. ببین من گفتم، ببین گفتم I'm gonna run over you. نشستم تو ماشین هی گاز میده، هی خوشم مینداخت رو ماشین، هی گاز میده. بعد یه ماشین دیگه اومد کنار من بره، خوش انداخت رو ماشین من، رد شدم، رد شدم و اینا. داشتم کوچه هم میرفتم، وسط کوچه یکی دیگه پرید جلو، یه زن دیگه. خب ایام هالووین بود دیگه اینا، اینطوری بود You don't live here. بعد داد زدم Fucking live here, get the fuck out of here. دیگه زنه رو زدم کنار رفتم. بعد تو را زنگ زدم پلیس، گفتم که آخه چون فیلم گرفته و گفتم حالا برامون داستان نشه، زنگ زدم پلیس گفتم که جناب پلیس توی این کوچه دو تا خانم وایستادن، میگن که تو کوچه ها نمیتونی رد شیم. بعد ببین به خاطر اینا ترافیکی شده بود. آره دیگه، چون تو اون راهه میتونی. ببین ترافیکی شده بود، یعنی باور کن مثلا ما نیم ساعت تو ترافیک بودیم. میگم من زده بودم تو پارک وایستاده بودم، به خاطر اینکه اون خیابون اصلیه که ترافیک بود، اینم نمیذاشتن کسی بره، یعنی فقط یک راه داشتی به عنوان ماشین بری. زنگ زدم پلیس و جالبیش هم اینه، اینم بهت بگم، زنگ زدم دیگه من راهمو رفته بودم دیگه، وسطای راهم نزدیک فرودگاه بودم که زنگ زدم. زنگ زدم به پلیس گفتم که آره من میخوام با پلیس ونکوور صحبت کنم، چون اینجا موقعی که به پلیس زنگ میزنی میگه که پلیس کدوم شهر رو میخواد. گفتم که پلیس، حالا وقتی میگم ونکوور، یه قسمتی از شهر ونکوور هم هست که اسمش ونکووره. گفتم پلیس ونکوور رو میخوام. گفتش که ولی به نظر میرسه تو الان تو ریچموند باشی، مطمئنی پلیس ونکوور رو میخوای؟ گفتم که آره اینسیدنت هم توی آره، یعنی میفهمه. گفتم آره اتفاقی که افتاده توی ونکوور افتاده. گفتش که باشه وصلت میکنم. دیگه وصل کردم و ریپورت دادم و ولی واقعا ببین اگه مامانم اینا نبودن احتمالاً دوام میشد، یعنی توی فکر کنم بارون داشت میومد، تو ترافیک هم بودی، از میدونی اصلا شرایط رود ریج هم خیلی مهیا بود. شرایط اون داشته که تو اون آب و هوا وایساده. این ببین تو اون بارون کیفای پیرودن نه اتفاقا، یعنی پنجاینا بود. آره مثلا اوسه مثلا دورور مثلا چه بیکاریه که نه که اگر ما بخوایم بریم دیرمون میشه، یعنی کل تایم اونجا با وقتش تلف میشه. نه به ایمان گفتم اینا شهرداری ونکوور داره یه پلنی را میندازه که اون محله ها از این استاتوس خیلی لوکس بودن ایناشون قرار در بیان، قرار مثلا خونه هایی باشه برا؟ اونجا که بتونن مردم اجاره کوتاه مدت مثلا بدن و ایر بی ام بی اینا راحت تر بکنن و اینا کمک بکنن به افوردبل هاوزینگ مثلا چیز سر بشه. آره اون منطقه یه منطقه خیلی مثلا با کلاس، خیلی منطقه اعیون نشینه. آره یه جنگ هست بین مردم اون تیکه و شهرداری. شاید اینا اصلا آخه خیلی غیرم. ببین بعد اون کوچه ها، دیدی بعضی از کوچه های ونکوور مثلا هزار تا تابلو سر اون کوچه است که تو از فلان موقع فلان موقع نمیتونی بپیچی چپ، و فلان موقع نمیتونی بپیچی راست. بعضی موقع میزنن لوکال ترافیک متولد این سال باشه. آره بعضی موقع میزنن اصلا تمام اینا رو من خوندم، یعنی واقعا شاید واقعا 45 ثانیه همه اینا رو داشتم اسکن میکردم که مطمئن بشم
قبل از اینکه سر خانم داد بزنم مطمئن بشم I'm in the right و واقعا I was in the right. وقت ببین اگر که من این کارو نمی کردم و حقمو نمی گرفتم تا یک ماه بعدش خودمو می خوردم. اذیت بود. که این ولی نکن واقعا به خاطر من این کارو نکن. ببین من به خاطر تو که سهله، مامانم همینو گفت. من به خاطر خودم دیگه اصلا آره. بعد میخواستم اینو بگم، برگشتم به مامانم گفتم مادر من الان یه مدته که تقریبا هیچی برام مهم نیست، فقط خودم برای خودم مهمم. یعنی اصلا اینطوریه که اصلا من برای چی باید راهمو دور کنم برای اینکه تو وایسادی اینجا انتایتل دستتو زدی به کمرت وایسادی درک برو کنار بابا. آره از قوانین جامعه سرپیچی نمی کنم اینو بگم، ولی حتی همه اینا هم تاثیرات تراپی نیست کسایی که گوش میدن که چی؟ اینکه فقط خودت برای خودت مهم باشی. نه اتفاقا خیلی مهمه که خودت برای خودت مهم باشی، خیلی مهمه. نه اون مهم باشی خودت تو اولویت فقط بذاری فقط. نه تو اولویت هم دیگه خودم. آره ولی اگه بدونی که آدم هایم جامعه دارن میرن و میان اون کارم نمی کنی، چون الان خیلی چاقو کشید. ببین دیگه worst case scenario چاقو میخورم دیگه، ولی خوشحالم که سر حقم رو وایستادم. فقط اون موقع وقتی قهقه بزنیم آره. ولی خوشحالی که حق تو گرفت واقعا از لحاظ منتالی واقعا خوشحالم. آره آره و الانم میگم خیلی در موردش فکر کردم، الانم برگردم باز همون کارو میکنم. ایشون کارمند و بسته که آره اون خانومو من تازه برگشتم میخواستم برم دوباره برم اونجا ببینم هنوز وایستاده یا نه، ولی دیگه بیخیال شدم. ولی خیلی آخه عجیبه این حرکت که این خانم کرده. یه بار من سر جا پارک دیدم که مثلا طرف میگفت دیگه خیابون مال شهرداری دیگه، مال شخص نیست، مال اون خونه نیست. میگفت این روبرو خونه من پارک نکن. گفتم دیگه آخه این همینه، این همین رفتاره. آخه اصلا یعنی چی میدونی؟ اصلا برای من معنایی نداشت حرف خانومه، برای همین من باز اصلا نمیفهمیدمش. اینجا خوبه متمدنانه، این متمدنانه بود. من ایران یادم دانشگاه که میرفتیم، خب دانشگاه که اصلا کلن ایران هیچ جایی دنبال جا پارک و اینا نیست، مثلا یه محل شلوغی تأسیس بشه اصلا به فکر جا پارکش نیستم. اصلا ما 18 طبقه باید جا پارک فقط اینجا تعبیه کنیم. دیگه میرفتیم اونجا با دریوزگی تو خیابونای اطراف و دوبله سوبله چوبله میذاشتیم فقط بریم برسیم به دانشگاه. بعد یه بار من گذاشتم جلوی یه خونه ای، خب یعنی نه دوبله بود نه جلو پارکینگ نبود، پارک مندون نبود، هیچی نبود. برگشتم دیدم اینجوری برفاکونا رو زده بودن بالا، لاستیک هم پنچر کرده بودن. همه رو یه دونه رو نه یه دونه رو راستش داره. آره که بتونی زاپاسو بذاری بری که فقط این که مثلا اینجا دیگه پارک نکن حواست باش. ایران اونجوری برخ فقط دستو بذار رو کمر رو بپر روی چیز نبود. حالا اون یه احتمال احمقی بوده، ولی اینا تو میگم تو کانادا هم کم احمق وجود نداره، یعنی مطمئنن یه آره. یه کسی هم هست که بتونه نه اینجا چون یه کاری بکنی بعدم پلیس خیرتو میچسبه، آدما ترسوترن دیگه، مثل ایران دستشون باز نیست. ببین من اگه دش کم داشتم که خانومه رو فردا برده بودم کورت، یعنی اصلا شک نکن. آره. و کلی هم نق زدم به خانواده که هیچ کی حرف من گوش نمیده تو این خانواده که داش کم بذاره. آره ببین من یه سری چیزا رو میگم کلا هیچ کی گوش نمیده، بعدم ولی بهش میرسن. آره داشکم خیلی مهمه، خدایی اگر که در هر جای زندگی میکنید روی داشکم هزینه کنید، واقعا به نفعتونه. آره من بهتون قول میدم اون پول اولیه‌ای که میدین آخرش یه جایی به دستتون پول رو میتونید زنده بکنید. تو که دیگه فکر کنم سلطان استفاده از حالا ماشین خریده یه دشکمه بعد یه ماشین روش. ببین من الان اگر که ماشین بخرم اولین کاری که دو تا من دو جا میرم قبل اینکه برم خونه، اول میرم وینتر تایر میخرم تو کانادا، بعدم میرم دشکم میذارم. یعنی این دوتا واقعا به نظر من جز مهمترین اتفاقاییه که میتونه بیفته. اینو میخوام کلیپ کنم از این پیج چیز هست مهاجرتی، بعد اینو آره. به عنوان وکیل مهاجرت. نه منو به عنوان چیز اینه که یه چیزی جدیدم مد شده که کسایی که در واقع کسایی که توی ایرانن میگن کسایی که تو کانادان فقط در مورد کانادا و خارج از ایران بد میگن، نق میزنن. آره نق میزنن و میگن خب اگه نق داره چرا رفتین برگردید. ما هم خوبیاشو میگیم هم بدیاشو دیگه. من بدیاشو میگم آخه یه سری ویدیو توی یوتیوب به من ساجست شد، الان اینو گفتی نکنه تو دیدی بعد به من ساجست شده که آخه برای چی به شما ساجست کانادا چه چیزای بدی داشت که من ازش رفتم. ویدیو فارسی من انگلیسی شو دیدم، هنوز به ما ساجست نشده اینا، من ندیدم. آره یه چیز فارسی بود که چی شد که من از کانادا رفتم. کجا رفت بعدشون؟ نه نگاه نکردم، تایتل ویدیو رو دیدم. ببین
کانادا مثل تمام کشورهای دیگه برای هر کسی نیست، یعنی تو یه سری قوانینی داره، یه سری در واقع کالچری داره، یه فرهنگی داره که شاید بعضیا نتونن باش کنار بیان، یه آب و هوایی داره که نتونن باش کنار بیان. آره هر جا خوبی و بدی خودش داره. آره خلاصه من به اولین رود ریج جدی زندگیم رسیدم و جالب بود ان شاء الله آخری. خودم راضی بودم جوری که ازش در اومدم. آره اینکه حالا سالم در اومدی گفتی انشالله آخریش بشه. آره. من که خودم آخریش بشه، من که دنبال در سر نیستم. ولی تو لنگلی بود این اتفاق جوری دیگه با رفتار میکردن بچه ها. یه ذره منم میتونم جوری دیگه رفتم. این اصلا کلن با شمشیر از روم. آره من یعنی هر لحظه آتش رو با آتش من جواب. نه اگه ولی واقعا نه واقعا یه چیز دارم، یه پت پیوم شده، یه نمیدونم رومخی. آره رومخیم که اصلا آدم های انتایتلن، کسایی که یه جوری رفتار میکنن که حق به جانبه، مثلا انگار یا کوچه برای باباشه. اون حق به جانبی خیلی میره روی اصلا. آره اینو فکر کنم ماها مهاجرا خیلی داریم، به خاطر اینجا یه حالا استریوتایپیه. چی بود فارسیش؟ استریوتایپ؟ استریوتایپ؟ خیلی بده که نمیدونیم چیه. حالا بگو که این که حالا یه سری آدمایی که حالا اینجا شناخت کل نشناخت نه استریوتایپ بابا فارسی خوبی داره. اون آدمایی که حالا اینجا به دنیا اومدن، بزرگ شدن و جد اندر جد اینجا بودن، مثلا همین انتایتلی که ایمان میگه خودش کلیشه. آها آفرین. کلیشه البته خودش فرانسویه. اینا خودشونو لایق یه سری حقوقی میدونن که ماها هیچ وقت به خودمون اجازه نمیدیم اینجوری باشه. بعد اتفاقا اون روز من رفته بودم واکسن بزنم، بعد یه خانم آقایی بودن که توی همین کاتگوری قرار میگرفتن. این بنده خدا هیچ کاری نکرده بودن که مثلا بد باشه، ولی با هم همینجور که من نگاهشون میکردم و خیلی بلند داشتن حرف میزدن، من دقیقا همین حسی که ایمان نسبت به این خانم داشت که تو چرا اینقدر حس میکنی مثلا حق و حقوق داری یا اینا، من به اینا داشتم. بعد داشتم کنکاش میکردم که چرا من این حس رو دارم، اینا که هیچ کار اشتباهی نکردن، فقط دارم بلند حرف میزنم. ولی فکر این که مثلا این مدل آدمایی هستن که از خودشون و زندگیشون خیلی راضی ان و خیلی لذت میبرن و فکر میکنن جای حق نشستن، این ما رو اذیت میکنه. من نمیدونم چرا. ببین این که یارو داره از زندگیش لذت میبره، من ازش ناراحتی نمیشم، یعنی اون نیست، ولی این که یه جور رومخی لذت میبره از زندگیش، اون اذیت میکنه ما رو. منو مثلا تعریف نشده دیگه، ولی نباید اذیت کنه. مثلا من بهت میگم، مثلا یه بار که این اتفاق افتاد، من رفته بودم همین کپلون ساسپنشن بریج که داشتم ولاگش هم میگرفتم، تو اون ولاگم گفتم ببین یه سری پل باریک وجود داره که یک طرف است و آدمان فقط همین و میتونن برن. من یه سری خانواده بودن که دوست داشتن روی این پلا عکس بگیرن و به خاطری که اون عکس بگیره، مثلا من نیم ساعت اینطوری معلق وای میستادم که من اینطور بودم که ببخش نمیتونی اینجا هی وایسی، اگر میخوای وایسی بزن ما بریم بعدن این کارو بکن. من با اینکه اون از زندگیش لذت ببره هیچ مشکلی ندارم، ولی من اگر که بخوام یه جای پابلیک از زندگیم لذت ببرم، دور و برمو نگاه میکنم، میبینم که این لذت بردن آره. من داره کیا رو تحت تاثیر قرار میده. مثلا یه کاری که خانواده من خودم زیاد انجام میدم، من میام اول دیسمو به خودمون میکنم، فیس تایم توی پابلیکه. اصلا فیس تایم از یه حدی نمیشه آوردش پایین، چون صداش بلنده. پایین چیه؟ شنو صدای محیط زیاده، اینم ما صداش زیاد باشه دیگه، میدونی مثلا با خیلی وقت از فیس تایم در میاد، چون صداش کمه اینجوری میشه دیگه. آره آره فیس تایم نیست، توی گوش یارو رو میبینی. آره یه جوری مثلا چم مثلا توی اتوبوس نشستی یارو داره فیس تایم میکنه، گوشه من چش چشم با یارو، یکی دیگه داره باهاش صحبت میکنه، احساس کنم من سلام کنم بهش، معذب میشه. آره مثلا اینجوری گرفته چش چشم من سلام میکنه، بفهمه قربون قدمتون خواهش میکنم. آره کلا حالا این میگم این انتایتلد بودن و یا حق به جانب بودن و من الان کهیر میزنم، یعنی باید نسبت خب همین دیگه. ببین منم دقیقا این حسو دارم، ولی لزوما این چیز بدی نیست. طرف میدونی یه سری حق و حقوقی داره و ازش استفاده میکنه. نه حق و حقوقی نداره. نه حالا این موردی که تو میگی نه، نه اینکه وایس عکس بگیره حق و حقوقش نداره، اینکه بخوای مثلا توی مطبی بلند صحبت کنی. من مطمئنم یه دونه از این دخترها بوده رو دیوار، اینا که عکس میذارن میگن ساکت باشید. آره مطبم. آره نه آها اینی که من بودم نمیدونم، نه واقعا بنده خدا شاید کار بدی هم نمیکنم.
ولی مثلا همین که میگی خانواده وایساده عکس بگیره، با یارو روز مثلا تعطیلش اومده لذت ببره، شاید اشکالی نداشته باشه. نه اشکال نداره، فقط من نباید رو مخ منم میره میگم، ولی لزوما نباید. نه میگم don't stop me، منو چرا نگه میداری برای عکسه؟ خب باشه بذار من رد شم. این برمیگرده به انتظارات. نه تو مثلا بری اونجا عکس بگیری، اونم برای تو وای میسته، ممکنه آدمای اینجوری آره باشه. ولی من یه نفرم شاید، و عکس گرفتن من تقریبا 5 ثانیه طول میکشه. یه خانواده 10 نفره، این اول بچه اولش میگرفت بغلش عکس میگرفت، بعد بچه دوم، بعد حالا سه تاشون با هم، بعد میگم نه عکسم خوب نشه یکی دیگه بگیر. گفتم خانم من میخوام رد شم، بذار ما رد شیم، بعد روی پل معلق همینجوری دارم مثل گهواره عقب جلو میشم. نه خب اون باید رعایت بکنه. چرا من حس میکنم ایمان تاپیک آورده این سری، تاپیکش بررسی میکنه. نه من آوردن دیس کنم، ولی من پیشنهاد میکنم همه این مثالایی که زده شد، سریال Curb Your Enthusiasm از آقای لری دیوید رو ببینید. به تمام دقیقاً همینه، به تمام این مسائل به صورت کمدی لول بالا اشاره میکنه. من بخاطر همین نتونستم اونو ببینم، چون اون دقیقاً نماینده همین آدماییه که خیلی حق به جا. خب لری میاد اینا رو چیز میکنه دیگه، دهنشون سرویس میکنه. آره. مثلا خیلی آخه خود اونم یه جوری حق به جانه برخورد میکنه، اون که اصلا خیلی لول. من نتونستم اونو ببینم به همین دلیل. ولی سیتکامه. بله. آره. چیز دیگه لری دیوید نویسنده، یکی از نویسنده‌ها، نویسنده ساینفلده. بله. آه داره میاد ونکوور. آه ساینفلد خوده؟ آره. استنداپ داره؟ استنداپ داره. جدی؟ فکر کنم ژانویه 16 ژانویه همچین چیزی. می خیلی سنش زیاده دیگه. یه 70 سال داره فکر کنم. لجند دیگه، باید از اوناست که باید ببینی. آره قبل از مرگمون. مثلا اینکه دوباره این ستی که چیز کرده داره میره تو همه شهر رو اجرا میکنه. بعد من یه تیکه‌شو دیدم واقعا. آره خیلی آدم. من که هنوز دارم میبینم. Speaking of سریالشو، کسایی که سنشون زیاده و فوت کردن و شاید هم سنشون زیاد نبوده، ماتیو پری هم فوت کرد توی مدت. کتابش کسی خونده یا کسی علاقه داشته بره دنبالش؟ کتاب عالی داره. آره Friends Love and the Great Big Thing. ببخشید که من یه پا برهنه پریدم وسط بس، من اسم کتابو اشتباه گفتم، برای همین گفتم الان تصحیح کنم. اسمش از Friends Lovers and the Big Terrible Thing by Matthew Perry. خداحافظ. گوش بریم. ببخشید. خداحافظ. من دارم آدیو بوکشو گوش میدم. داستان زندگیشو گفته. داستان زندگیشه و جالبه دیگه. خیلی خیلی بعضی جاش خیلی غمگینه، بعضی جاش خیلی آموزنده است. یه جمله‌ای که گفت خیلی عجیب بود. میگفتش که تو از مرگ بعضیا ناراحت میشی ولی سورپرایز نمیشی. اینو تو جمله تو کتابش میگفت و خیلی بده. این من فهمیدم که موقعی که من اینو شنیدم خیلی ناراحت شدم، ولی انتظارشو داشتم. مرگ خودش اینجوری بود. آره. کتاب رو کامل نخوندی نه؟ فکر کنم مثلا 75 درصدش. اوکی. این جمله رو خیلی حالا تو سوشال مدیا دیده بودم که گفت راجع به بتمن صحبت کرده بوده. حقیقیه، یعنی ببین اینو من فالوش نمی‌کردم. راجع به بتمن توی اینستاگرامش خیلی استوری می‌ذاشته. حالا من ایزیو توی اینستاگرامم چند روز پیش دیدم یه پادکست خارجیه که کانسپیرسی تئوری اینا رو بررسی می‌کنه، تئوری توته‌ها رو. میگفتش که آره این سه چهار تا استوری گذاشته بود توی مثلا همین چند مدت قبل از اینکه در واقع فوت بکنه، که خب به بتمن اشاره میکرد. بعد بتمن چی بود موقعی که کی میومد، موقعی که نفر نیاز به کمک داشت، میگفت خیلی مثلا از بتمن موقعی که چیز میذاشت احتمالا نیاز به کمک سعی میکرده که بگه. و میگه که یه آخرین استوری که گذاشته یه چند تا چیز میذاره، انار میذاره، کرمبری، نه انار نمیشه، کرمبری میذاره روی میز از تو دستش. یه گروه موسیقی به نام کرمبری که لید سینگرشون از به خاطر دراونینگ میمیره و اینم دراون میشه. آره حالا میگم اینا همش کانسپیرسی تئوری، همش میتونه اشتباه باشه. من همینجا رو شنیدم، هیچ تحقیقی در موردش نکردم. آره وقت آخرش هم که خودش توی جکوزی در واقع خفه شد. معلوم شد چرا یا نه؟ نه من که حدس میزنم چیز خودکشی بوده احتمالا، ولی خب توی کتابش میگه، من به هم پیشنهاد میکنم که برید بخونید، ولی توی کتابش خیلی میتونه بعد جاش دارک باشه. اینم بگم توی کتابش در مورد ادیکشنش صحبت میکنه که خیلی قبلتر از فرندز این ادیکشن رو داشته، الکل ادیکشن. خیلی هم عجیب شروع شده. پدرش ادیکتد بوده به الکل، اینه دلیلش. با پدرش شروع میکنه اولین ودکاشو اینا رو خوردن، بعد پدرش یه دونه کلپس میکنه، دیگه الکل نمیخوره ولی
این ادامه میده به خاطر یه منتال دیسوردری که داره، نمیتونه ادیکشنش رو بذاره کنار و دیگه شروع میشه دیگه. پس اون داستان اسکی و اینا چی بود؟ چی؟ یه چیزی بود ظاهرا توی اسکی این مصدوم میشه، بعد قرص حالا مورفین دار یا هر چی اوپیوید دار بهش میدن، بعد این به خاطر همون مشکلی که داره دیگه نمیتونه. این به خاطر مقدار الکلی که میخورده کالنش میترکه. کلی توی بیمارستان. آره اون میگم، و به خاطر اون میره سمت اوپیوید و و و حالا میگم بعد بخونید. ولی خب اونم واقعا جزء اتفاقای خیلی دارک زندگی من. تو زندگی میگفتم که با 3 نفر دوست دارم عکس بگیرم اگر که ببینمشون، یکیش کیسی نایستته، یکیش متیو پری بود و اون یکی یادم نمیاد حالا که دارم فکر کنم. خیلی ولی نفر سومی نفر سومی هم بود، دیروز داشتم در اون صحبت میکردم ولی احتمالا اونقدر مهم نبوده که بخوام باهاش چیز کنم. بنده خدا خیلی ناراحت شدون. آره آقای خانم یا هر کسی. آها چارلی شین. چارلی شین هم دو از سه رو من نمیشناختم. چارلی شین که تو مان هفمن رو دیدید؟ نه. چارلی شین رو نمیدونی کیه؟ چارلیز انجلز. نه هی سوال رو تکرار کنه جواب ما تغییر نمی کنه. ما پایین تر میریم. تو مان هفمن رو نهیدین ایچ کدومه؟ نه ولی این دیالوگو زیاد داشتیم همیشه میگید اینو ندید و ما میگیم تو لوپ. شما چجوری پاپ کالچر اینجا رو اصلا بهش هیچ چیزی ندارید؟ حالا نه که هیچ، ولی یه سریاشو دنبال نکردید. خیلی مهمه، خیلی مهمه. اون حالش خوبه؟ داره چشمک میزنه؟ آره اون ایده رو زد میکنه. اون حال خوبشه که داره چشمک. آره اون موقعی که چشمک نزد بگی. نه متاسفانه. چی فهمیدم؟ چیکار باید کرد برای اون کار؟ پایین هست. میدونم چیه. همین الان؟ عین بابا. نمیتونی یه نیم ساعت یه پمپ بنزین هست بعد عوارضی والا اگه بشه که بعدم نمیاد. برو تو برو این پشت هست که دیدش. برو چیز دیگه، برو همکف بچه هست دست داری اون بعد به فکر این قضیه هم باشیم. از آسانسور دست راست دوباره یه اون گوشه هست. امروز صبح بهش فکر کردم که اونجا اگه دستشون بگیره چی میگه. فکرم کارش هم مثلا کاری هم بابتش کردی. نه کاری نه، فقط فکر تونستم بکنم. عالی شد. آره خلاصه اینم قضیه. فقط همینو که هم داشتیم اینجا به بعد از همون پرسن. اینم قضیه آره متیو پری و خودکشیش. دیگه چه اتفاقی افتاد؟ دو سه ماه چیا رو داشتیم؟ فرمور رفتیم سپاهان اون ورزشگاهه، فهمیدی که رأی فیفا اومد آره بازنده شدن و دیگه تو اون ورزشگاه نمیشه چیز کرد و مسابقه برگزار نمیشه و مجسمه نمیتونه توش باشه و هزار تا از این زده. یه سری قوانین گذاشتن واسه آره. نه قانون که بود دیگه، ورزش نباید سیاسی میکردن، اینا سیاسی کردن. آره اونا رو داشتیم. نه خب اصل مطلب که جنگ چیزه اسرائیل و فلسطین. آره اونو داری اونو فکر کنم خیلی واردش نمیشی. من اصلا دنبال نمی کنم واقعا. آره این خیلی پیچیده است، یکی از فکر کنم پیچیده ترین اتفاقات سیاسی تاریخ معاصر. آره واقعا به خاطر اینکه خیلی عجیبه دیگه، خیلی فاکتورهای مختلفی توش دخیله و نگرانی هم از این هستش که کشورهای بیشتری دخیل بشن بریم به سمت جنگ جهانی سوم. یه سری هم هست که بعدشون هم نمیاد. باید دید چه جوری پیش میره، ولی کلا مدیریت بعده دیگه، اون منطقه مدیریتش افتضاحه، خیلی مستعده برای این داستان. ملتهبه. آره تو چی فرار تو چی کارو میکنی؟ تو هم درگیر کاری بیشتر. آره من فقط کار. بله این مدت بود که سفر. آره ترکیه من رفتم. تو یه سفر رفتم ترکیه رفتم. آره. چطور بود؟ ترکیه خیلی خوب بود. جدی؟ من دفعه اولم من تا اون نرفتم تو زندگی. قبلا رفته بودم، آنتالیا رفته بودم تقریبا 9 سال پیش. این دفعه کجا رفتی؟ استانبول رفتم. خیلی تجربه خوبی بود. اصلا یه فرمول دیگه است نسبت به حالا ما که داریم ونکوور و آمریکای شمالی زندگی می‌کنیم. درست. شهر سرزنده و همیشه بیدار تقریبا. اونش خیلی خوبه.
اینقدر دوست داشتم اینجا هم اینجوری بود، غذاهای خوشمزه. آخه واقعا بود استفاده میکردی؟ اصلا همین که ببین. تو بدونی شهر شلوغه خیلی حال میده. من اتفاقا از اینکه شهر شلوغ نیست خیلی دارم لذت میبرم جدیدن. ببین الان واقعا اصلا یه تمام چیزام عوض شده. حالا تو بگو بعد میرسی. آره منو دکمه‌مو پیدا کردم. هی دارم فشار دکمه رو زد. نه یه بار با هم میزد ست میشد. دقیقاً. تو بگو من بعدم. آره خیلی تجربه خوبی بود. با اینکه حالا خیلی هم گرم بود اون آخر سفر رو یکم اذیت کننده بود، ولی من خب شخصا خیلی دوست داشتم این بیدار بودن شهر رو. یعنی مثلا 12 شب میرفتی بیرون همه اتفاقا داشت میافتاد، یعنی مغازه‌ها باز بودن، همه اتفاقا که انشالله نمیافتاده، ولی خب تو 12 شب بعد خیلی اتفاقای دیگه میافتاد. آره مثلا ما 3 صبح رفتیم لباس فروشی مثلا لباس خرید، خیلی باحال دیگه توی خیابون استقلال. من خوشم میاد. آره. این که بد این که آپشن. خب ایرانم خیلی اینطوریه دیگه. آره اصلا تا صبح ما ایران یک شب تو ترافیک بود، باز به این شدت نیست، یعنی ترکیه استانبول خودشو میگیره. ایران به علت چیزه دیگه، تایم زونشون قشنگ شیفت میخوره. و خوشبخت شهر خوشگلیه، بالا پایینی خیلی زیاد داره. تا اسمش رفته حالا پاییز باته. و غذا یعنی اهل غذا باشی فکر کنم ترکیه یکی از جاهای خیلی خفن باشه. میتونم بپرسم تجربه گرونی محسوب میشه ترکیه نسبت به بقیه تجربه‌ای که داشتی؟ گرونی از نسبیه برای نسبت به بقیه، نسبت به بقیه تجربه مثلا مکزیک و فلان و بیسار اینا اطراف. آره فکر کنم ترکیه گرونتر از مکزیک بشه. و ترکیه الان توی شرایط اقتصادی الان بدیه. آره تورمش مثلا ما که مثلا آخر آگست اونجا بودیم میگفتم مثلا اول تابستون قیمتا 1/3 بوده، قیمت تقریبا همه تاکسی و میوه و دیگه لباس و میوه. ولی از اون ورم اون تفاوت قیمت میارزه برای اون. آره برای کسی که از بعضی آمریکا شمالی میره یا دلار یا یورو میخواد خرج کنه، سفر طولانیه دیگه. میدونی یعنی دیگه اون سفر طولانیه. مثلا اینجا تا مکزیک 5 ساعته، ولی آها، آها، آها. از ترکیه فاصله خب یه فاصله خیلی طولانیه دیگه. آره. ولی میارزه، یعنی یه بارش من خیلی دوست دارم برم. من تابان نرم بعد رفتیم یه میخواستم برم این تابستون ولی واقعا نشد خوردیم تو گل. یه شهری هم هست به نام کاپادوکیا، خوردیم تو گل، خوردیم تو بوتون. کاپادوکیا که احتمالاً اسمش رو شنیدن همه. ما پارکینگمون هم باید چیز کنیم دیگه. آره من نمیتونم بیشتر از این چیز کنم. منم همین. بیشتر از 2 ساعت که نمیتونی چیز کنی. بگو. اوکی. که شهر بالون هاست. چرا به اون نگاه کنی؟ من این شهر برای بابای هیده اون داری بشه که به من نگاه نه نه آخه خیلی جدی هم برگشت کاری از من بدونم بخواهی یه 10 ثانیه هم بهت نگاه کرد منتظر بود تو یه اکسامن نشو بدید تو هم ازم به هیچ جاده بود یه هم دردی دیده جانبی من میستی آخه هم ببینم یه شونه ای بالا بندازه چی کار کنه بگه متاسف یه ابراز ناراحتی بکن نمیشه با گوشم هم بزنی؟ نشد تو گوشت بزنی؟ تو گوش هم میتونه بزنی؟ تو گوشی من. آها تو گوشی با گوشی کار. نه نه با پلاکه. آره قبلا اینطوری بود کار میکرد ولی الان سمارت شده. می بعد چیکار کنی؟ اولش رو باید با سکه بدی بعد آره کرد. آره با کارت بدی یا قبل بعد. این تیکه آخرم بگم کاپادوکیا رفتیم، یه شهر یه ده فکر کنم تقریبا وسط ترکیه میشه. سلام علیکم. افتاد این؟ آره عافیت بشه قربان. بعد یکی تونم باز شد. تایتل این اپیزود اسمش مشخص شد. روتونم باز شد. کجاست؟ عین بابا نمیتونی نگه داری نیم ساعت دیگه. آخه داریم میرسیم آخرش واقعا احساس خب نمیشه دیگه وقتی به زبون میاد. خب کاپادوکیا چی گفت؟ یه وقتی به زبون میای دیگه نمیشه دیگه. آره راست میگی فکر کنم کل این تایم اینجوری آره خیلی مانو بود. آقا قهوه نخورید قبله واقعا. خب من بی قهوه هم همین اتفاق میفته. شما الان یاد کسی میافتید بعدم وسط زب آجی قهوه چیزه ولی میشوره میاره پایین دیگه. ببین حالا میخوای راجع به این موضوع تو اپیزود یک خیلی مهمه قهوه بخورید چی از دست دادم من؟ سلامت روده خیلی مهمه در مورد سلامت روده. خب کاپادوکیا. آره کاپادوکیا ترکیه گفتم. یکی از جاذبه بولد کاپادوکیا این بالونایی که میرن هوا. من همیشه از دور میدیدم یا عکس‌ها و فیلماشو میدیدم میگفتم حالا یه بالون دیگه میرن و حالا دو تا عکسام میگیرن همه عکساش که تو گوگل هست. بله بعد دیگه ما قسمت شد رفتیم، یعنی این تجربه رو
خودمون تجربه کردیم، خیلی عجیب بود، خیلی قشنگ و دوست داشتنی. آره چون قبل طلوع آفتاب میری، بعد وقتی که آروم آروم بالونت داره میره بالا، آفتاب طلوع میکنه و اصلا یه وضعیت عجیبی، ماجیکالی بود، خیلی ماجیکال. صبونم دادن؟ صبونم چی دادن؟ صبونه ترکی تو دیگه. تو بالون؟ خفن؟ بعدش آه. آه بعدش دادن، یعنی گشته دارم. نه 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 دارم اتاتش دارم. نه صبونه خودمون خوردیم، بعدش خودمون رفتیم صبونه. نه نه شامپاین دادن بعدش. شامپاین شامبالا. نه آخه خب نه میخواد صبح کله سر شامپاین خوردی بعدش؟ مثلا آره دیگه شامپاین میداد از این شامپاین تو که دیگه. نه نه شامپاین وسط کویر رو بگی. نه چرا تو علی صبونه های ترکیه اصلا حد 20 رنگ میشینن واسه. خب من چه غذا باز گرفتی بعدش؟ 5 کیلو. 5 کیلو بابا تو که هر روز لاغرتر از دیروز داری میشی. من خب دوباره برگردوندم دیگه. چه جوری برگردونی؟ برگردوندنتون رو به من میگید چی کار میکنید برای ژنتیکه؟ یعنی روشی که رو این کار کنه لزوما رو تو کار میدونم. حالا من حداقل روش خودم که کار نکرده استرس زیاد و دست درد نکنه حفان موی سفید و مرسی دغدغه. آره دغدغه چون دقیقا تو اون دو هفته من گوشیم تقریبا خاموش بود. آقا من دغدغه دارم. نه دغدغه منده. نه حس کنم دغدغه‌ای که فرهاد داره هیچ کدوم ما نداری. نه خیلی سخته، همیشه اذیته. بعد آره ولی خیلی خوب. فرزاد هم میتونه داشته باشه. فرزاد کم صحبته، میتونه دغدغه‌های زیادی داشته. بله بله. بعد تو بازی فکر کنم فرزاد بهترین زندگی رو داره. حالا دلیل برای اینه که بدترین زندگی رو داره. نه نظر من از این حرفا بود که احساس کنم بعد ذره شمرده ترسا. نه آقا چرا چیزی بعدی نمیگم که. به نظرم خیلی زندگی سر پایی داشت. هنوز هم میگو به این نظری. نه نمیدونم، میگم هم ذهنیت همون بود. من هم خودم مثلا میرفتم خونه بعد اون روزا میگم کار کجا رو دیده اینجوری نبود. آقا چون ما همون داشتیم توی بروز نمیدونم. آره من شب بروز نمیدونم. تو خیلی پازیتیو در مورد مثلا واقعا چه بگم، مثلا من تو اوج دپرشن بودم مثلا عکس هامس میفرستادی. خب مثلا جذاب بود برام، میدونی اینطوری بود که، ولی من نمیدونستم که پشت هامس چقدر خون ریخته شده. آره ببین مثلا دقیقاً به کجا رسیدی که داری هامس درست می‌کنی؟ من به اونجا فکر نکردم. تو همون وقت رفته بودیم خونه فرهاد، مثلا فرض مثلا دغدغه چون من ایمان اینه که چه جوری مثلا زندگی اون رو ببریم جا، ادامه زندگی مون چه جوری که بچه من کیمچی دستساز درست و خوب خوب کیمچی. من گفتم که مثلا آشپزینا برای خودم تراپیه. آره واقعا هم همین جوره. بعد آره دیگه خلاصه اگه ما برداشت داشته باشیم. من چند هفته پیش رفتم کوه جافری لیک و در واقع رفتم هایک جافری لیک. ببین رانندگی تا اونجا و رانندگی برگشتش جز قشنگ ترین روزهای زندگیم. اصلا یه علاقه دو ساعت و نیم تا اونجا اگه بری درست به گاز بری دو ساعت و نیم. خیلی مناظر عجیب غریبی. به غرب میری؟ به شمال غرب میری به سمت ویسلر رد میکنی. آه. پمبرتون رو یه ذره رد میکنی میرسی به پمبرتون رد میکنی. من هیچ وقت پمبرتون رو رد نکرد. آخرش پمبرتون بود. آره نه اون کابینه رو رد میکنی یه ذره، مثلا نیم ساعت بعد از اینکه میرسی پمبرتون نیم ساعت هم درایو داری. اون کابینه یه طوری آخر پمبرتون نبود، یعنی دیگه راهی نبود از یه چهارراهی یه ور دیگه. نه راهی نبود که. خب شما یه فرعی میره. آره ولی من همیشه ته پمبرتون رو آره به قول چیز فرزاد میگه یه لوپ میشه میره برمیگرده دوباره. اوکی بهش میگن چی؟ لیلوت لوپ. آره یه چیزی لوپه. لیلوت اون وره. لیلوت سانتو که لونا اگه اشتباه نکنم. نه این وره شاید. حالا اشتباه شاید حالا پیدا میکنم. اصلا موتور سوارا میرن بهش میگن یه لوپ که از این ور میرن برمیگردن از کوکیدلام میرسن یعنی از اون ور برمیگردن. آره از پشت میان. چی میخواستم بگم؟ گفتی قشنگ ترین رانندگی. آره واقعا من الان با پاییز یه رابطه خیلی خوبی برقرار کردم و واقعا پادشاه فصل ها. ببین واقعا زیباست خدا وکیلی. یعنی فقط لازمش اینه که بخوای زیبایی ها رو ببینی واقعا. هم آره هم نه.
چرا؟ مثلا منم بدم نمیاد زیبایی رو ببینم یا بدم نمیاد. آقا یکی از این واکا رو بیایم ما هم بریم. یه واکه مثلا بریم یه ساعت و نیمه من میبرم. آخه تو اونو از دم خونه میری بود. از دم خونه میری بالا. میرم بالا اون پوله رو دور میزنم و آره. تو رفتی آره. اون واکا رو تو حتما رفتی. من تو شنیدم. آره میرفتم بعد میشد دیگه یه هایک میشد دیگه اگه بری. آره دیگه اون میرسه به یه دونه هایک 14 ساعت. فرضا جو معلوم رفتم و زندگی خوبی دارم. نه فرضا به من گفت میره اونجا رو میرفت میدوید. خیلی قشنگ نیست آره. تو از این ورم رفتی؟ نه اون ورش نرفت. این ورش هم خیلی قشنگه به سمت دریا به سمت جنوب. آره نه خیلی اونم خوشگله. اینو میگفتم من خودم منم امسال تقریبا اولین سالیه که دارم زیبایی های پاییز رو میبینم و مثلا میگم و اینو آره. پارسال که انگار آره پارت میزدن آره. به متنفر بودم از آره. پاییز هنوزم خیلی فصل مورد علاقه هم نیست ولی قشنگیاشو به زبان میارم. تو گفتی حتی تو با استورمه دیشم حال کردی تو گفتی فرضا نه من عاشق صدای بارون از عاشق صدای اون که انگار یه اتفاق آره اتفاق عجیبه و من امن نشستم تو خونه من دیشم وقت امن نبودم. این خیلی انتایتل ده احساس میکنم. این من خودم حالا اول خودم ایراد میگیرم ولی مثلا برف و اینا که میاد و خیلی دوست دارم و تو خونه نگاه کنم ولی خب هیچ وقت اون بنده خدایی که بی خانمانم و توی خیابون زندگی میکنم فکر نکردم. دیشب که شاخهای درخت اینطوری تو هوا میرفت میاد من یه سوال گفتی صبح میری راه میری دیگه اون وقتی بیدار میشی و اون چی موتیویتت میکنه که بری بیرون تو به خصوص تو این فصل سکسس نه مثلا قهوه واقعا که بری قهوه رو بگیری یه راه آره قهوه رو که میگیرم و خیلی راهش خوشگله خدایی میرم قهوه رو میگیرم پیاده راه میرم آره استوری بذاری از اون راه ولاگشو گرفتم نه صبح که هر بار که تو آسانسور داری کتاب ندارم آخه آدیو بوک گوش میدم برای همین نمیشه لینکشو بذار ازش میاد پایین برای ما بچه‌ها دارن ریگرا رو آره. مشکلات آقا مووان کنیم از اونا دیگه نه اونا مشکلات نه احساس میکنم اصلا خودمونو در حد میدونی آها اون راست لازمه همیشه let's just move on به چیزای گنده تر گیر بدیم آره خلاصه اینجوریه این روتینه زندگی منه و با پاییز خیلی دارم حال میکنم و با بارونم میگم مثلا بارون میاد از قبلا هایی تو بودن که وای دوباره بارونه مثلا بارون داره میاد نمیشه رفت بیرون ولی نه یه بارونی آدم میپوشه اون موقع که من تازه اومده بودم دانشجونم و تو میگفتی با بارون خیلی حال میکنی آره من گفتم آره به خاطر اینکه همیشه مثلا با ماشین میری میای آره نه همون میگم غیر ماشین دیگه مثلا آره. یاده هیچ وقت نمیرفتم تو بارون ولی الان یه بارونی آدم میپوشه ولی آره دیشب و میگی طوفان بود نفهمیدی من یه دو تا 20 دقیقه تو همون بارونه من راه رفتم و ببین خیس شدم ولی باحال بود ببین بارونی که من یعنی دیشب بارون بود. طوفان بود طوفان بود آخه یعنی. نبود اون چه ساعتی خب شاید به خاطر بیلدینگ نه قبلش بود از ساعت یه مینیمم از 6 تا 7 داش میومد تا ساعت بارون بود ولی طوفان نبود نه طوفان بابا یه جوری شاید سمت شما نبود واقعا ولی سمت ما خیلی طوفان عجیبه چرا یه تیکه دیدم برگ و اینا رو هوا بود ولی اونجوری نبود مثلا تو رو تکون بده اگه تو خیابون باشی حالا من خیلی مستحکم تر از اینم که بخواد اون منو تکون بده ولی تو تکون میده آره دیگه چیکار کردیم این مدت تو یه نقاهتی داشتی آره اونو برطرف کردی هنوز توشیم ولی یه ما قرار بود یه اپیزودم بگیریم تو اون وضعیت با کی خودمون دیگه با پدرها قرار بود بگیریم نه بعد اون روزی که من از چیز در می اومدم جدی؟ آره دیگه با یه دقیقا. صحبتی کرده بودین شما میخواستی دوربین اینا بیارید اون لحظه که از اون میگی؟ آره خیلی نگران اون لحظه بودی آها ما اونا رو داشتیم شوخی میکردیم آره نه منظورم نه گفتی نقاهت ما اصلا برنامه شو نداشتیم که بیام کارو من اصلا فکر کنم به هزیون نیفتادید نه؟ چرا شما نبودیم آره. من که خب زودتر رفته بودم ایشون قدقداش برای ما تخماشی جایی دیگه میذار نه با پرستار هزیون میگفت همون دیگه هزیوناتو باید برای ما میآوردی دیگه شو تو هزیونم تو ماشین به من میگفتی نگفتم تو ماشین وجود من اونجا اون روز خیلی پررنگ بود دقت کردید بله مثل بریز اومدم رفتم مثلا مریض نه ولی با اطرافیان رو من اومدم ولی واقعا حضور خانواده شریف کلی خیلی مفید بود سیستم رو ریخته بودیم آره. من هم نه آره ایشالله که همیشه به خوبی بریم بیمارستان ولی وقتایی که گروهی میریم بیمارستان خوش میگذره کلن گروهی هر جا ما بریم خوش میگذره یعنی
میتونیم کارو در مثلا بیاریم. برای ختم چیزی اینوایت نشیم. نه ولی بیایید، من اون سری هم گفتم هر چیزی که تا الان تو زندگیتون تست کردید و بذارید کنار، بهوش که میای به نظر من خیلی خیلی حس خوبیه. آها یعنی بریم تو کار دارو بیهوشی، یه دور بیهوش کنیم با هم به هوش بیایم. خیلی راست میگه. خب این الان دیمونتایز میشه دیگه. ببین ما داریم تبلیغ بیهوشی میکنیم. جا همون جاییه که ما بعد اپیزودمون رو ببندیم، چون که دیگه داره تبلیغات عجیب غریبی میشه. ولی من تا به حال بیهوش نشدم. خب آره من دفعه اول بود، ولی ببین من حسی که داشتم اینجوری بود وقتی که به هوش اومدم، حس میکردم کامل بخش منطق مغز خاموشه، یعنی تو هیچ فکری نداری فقط احساسی. خیلی روشنم بر من که کلا خاموش، انگار تازه زاده شدی. خب اون موقع فقط حس داری، یعنی اصلا لاجیک احساس نداری، به هیچ چیزی فکر نمیکنی، فقط حس داری. و این خیلی جالب بود. خطرناکم هست انگار مثلا یه گربه میشی اون لحظه، فقط حس داری. گوگولی آقا تو هر کجا میدونی گربه فکر نداره؟ نه خیلی فکرای پلید و زن گربه باشه برات اجرایی که اون میگیره. just because it doesn't do it doesn't mean که آقا گربه رو گفتی. اینم بگم خیلی جدیدن زدم تو کار انیمال رسکیو، اتفاق میفته میخوره به پستم. خب آره چند شب پیش که مثلا دو سه هفته پیش با سپر داشتیم راه میرفتیم، رسیدیم به یه کاپلی، یه زن و مرد بودن که توی همون اطراف خونه من زندگی میکردن، اصلا توی یکی از اون بیلدینگ های خونه های ما بودن. بعد دیدم که یه سگ رو گرفتن و مثلا تو دستشون و اینا، بعد گفتن که آره شما نمیدونی این سگی که، گفتم نه من کجا بدونم. یه خلاصه سگ خیلی شیطون بود و در رفت و گرفتیمش و کالرش رو پیدا کردیم و یه شماره روش بود و بهش زنگ زدیم. بعد زنگ زدیم، صاحبش اومد سگ رو کالکت کرد و برد. چند شب پیش دوباره مصاحبه راه می‌رفتیم، دوباره رسیدیم به همون کاپله، یه گربه پیدا کردیم. یه بچه گربه بود، یه کیتن بود افتاد، یعنی کف خیابون و اینا، و هیچ کالری و هیچی هم نداشت و چندین بارم دیده بودیمش قبلا، یعنی بقیه همسایه ها میگفتن کیتن رو بیرون دیده بودی؟ آره که این یه گربه اینجا بود، شما میدونیم برای کیه؟ ما گفتیم نه، من تا حال ندیده بودم، شما اولین باری بود که میدیدم. گربه محل بود، ازش شنیده بودم که همچین گربه وجود داره. خلاصه این گربه رو با هزار بدبختی مثلا یه جای کورنرش کردیم و گرفتیمش و مثلا چیزش کردیم. بعد این زنه، این مرده که با ما خیلی مرده باحالی بود، داشت صحبت میکرد و میگفتش که مثلا که مثلا اینطور میگه به زنش، میگفتش که he looks hungry or she. بعد اینطوری بهش کردم، گفتم you can't be wrong these days. اینقدر خندیدم. بعد حالا فکر مثلا 45 دقیقه این مرده خودشون دوتا سگ داشتن، من گفتم من میبرمش خونه، ولی چون سگای من تا حالا با گربه مثلا توی یه جا نبودن شاید مثلا عجیب بشه و اینا. بعد دیگه یه گروه داشتن اپرنلی توی ونکوور، یه گروه فیسبوکی وجود داره به نام Lost and Found Pets of North Shore. توی اون یه پست گذاشت یه زنه که این کاره بود، با ماشین اومد اینو برد ببره وت، اصلا مثلا 12 شب یه همچه مثلا 11:30 شب تو بارون. من کار میکردم یه تو یه دونه از این مجموعه دیگه. آره ولی خب مشکلش، یعنی اگه یه دونه استرندد کت بیارن که هیچی نداشته باشه، چیپ هم داره اپرنلی، یکی هم یه بار برده چیپ داره ولی اونر نداره. آره 24 ساعته میان میبرن، میان میبرن و کاراشو انجام، یعنی تو نیاز نداره به عنوان یه نفر که رسکیوش کردی نگران باشه که بیفته. نه دیگه، بعد میفرستن فاستر هوم. آره یه مدتی اونجا نگه داشتم. میخواستم بیارمش خونه خودم و اینا، ولی دیگه این زنه خداشو که من بود. نه تو گل و گیاه داری، نمیشه. آره یعنی همون نگرانیم همون. نشدم مثلا انگل منگل و بیماری داشته. بعد دیگه جونم براتون بگه که آره دیگه چیکار کنیم؟ من که خودم درگیر ولاگ و کومان و این چیزا بودم دیگه. فیلم و سریال ندیدید؟ فیلم و سریال خیلی کمتر، دو سه تا داکیومنتری دیدم. اون چیز بود، اکسپلین بود اسم اون داکیومنتری سریز. کدوم جایی؟ روی اون در مورد چیز دیدم، دوباره برگشتم در مورد چیزش رو دیدم، شوگرش رو دیدم. آه. اون سایکودلیکا رو دیدی؟ برات فرستادم، بهت گفتم خیلی باحالن. یک یا دو قسمتش دیدم با هم دیدیم فکر کنم. آره. یک جور. آره اونا یکش... رو دیده بودم، خیلی اسید باحال بود. بود. آره یه اپیزود یه سایکود یه در واقع مینی سریز روی نتفلیکس. How to change your mind. آره تو مایا How to change your mind که 4 تا اپیزود در مورد 4 تا دراگ مختلف میگه که
در واقع اینا از کجا اومدن، قبلا چجوری استفاده میشدن، الان چرا بند شدن و فلان و بیسار. جالبه، خیلی جذاب دیدنش. خیلی شاید تو ذهن ما یه سری چیزا هست در مورد بعضی از دراگا که شاید اشتباه باشه، شاید هم آره، مخصوصا راجع به این سایکدلیکا کلا. آره آخه اطلاعاتی هم که نداشتیم دیگه تو ایران، که میگن مثلا همه چیز بعد و وای وای فلان اینا، ولی این خیلی جالب بود. طرف اکس زده. آره اکس یه دوران خیلی قباحت داشت. اکس فکر کنم تو ایران هم هنوز قباحت داره. آخه اکس ببین یه کانسپیرسی تیوری عجیبی درونش وجود داره. من اکس رو میدونی چه جوری بهش وای خوده الان که بهش چک میکنم خیلی عجیب غریبه. من یه مدت تو ایران زده بودم تو کار دستمال سر. دستمال سر دوست داشتم ببندم و این دستمال سر بهش میگفتن دستمال سر. دستمال یزدی سر من باعث شد که من رپر بشم. اون موقع دوران رپریت بود. نه رپرم نشدم، کلا دوست داشتم میدیدم و اینا. اون موقع نه به انگلیسی چی بهش میگن؟ بندنا میگن چی بهش میگن؟ فکر کنم حالا مهم نیست، ولی حالا انیویز میتونم پیداش کنم. ولی میبستم و اینا. بعد مامانم اینا به خاطر اینکه چیز کنن منو از این وابه دارن، میگفتن که آره کسایی که اکس میزنن قرص اکس رو میذارن اینجا دستمال سر میبندن، عرق که میکنن این جذب میشه تو سرشون دیوونه. چقدر چیز بوده من ذهنشو رسیده. بعد تو ذهنم توی بودم که خب بچه دیگه هر کی منو میبینه فکر نکنه من اکس اکس بازم. آره اکس بازه قوار دیگه از سر ما افتاد. ولی مثلا میگم یکی از روش های این که میگفتن اکس میزنن همین بود که دستمال سر میبندن قرص رو میزنن. دادای سیاه بود یادم اصلا پروپاگاندا. آره راجبش بود. اون الکل بود یا نه پارتی دادای سیاه نه پارتی هم شده. من میگفتن اینکه اکس میزنن تو پارتی ها از پنجره میپرن پایین و آره آره خیلی از آره. ولی مستنده بالی من اون الستی شو دیدم خیلی ترغیب شدی که جالبه. نه ترغیب نشد، خیلی جالبه دیگه اون بحثی که مطرح میشه و ایناش. به نظر من خیلی الان حالا میگم واقعا نمیدونم چقدر درسته چقدر غلطه، ولی الان یواش یواش توی کانادا و بعضی از کشورها داره سایکدلیک تراپی. استرالیا اگه اشتباه نکنم روانشناسا میتونن تجویز کنن. اینجا هم میتونن. اینجا میتونن. اینجا میتونن تجویز. استرالیا یکی از اولین جاهای بود. استرالیا پس اولیش بود. آلمان فکر کنم اول بود که شروع کردن. آره الستی برای پی تی اس سی و اینا مس که خیلی آره برای برای درمان دپرشن و در واقع پی تی اس دی و این جور چیزا استفاده میشه. میگم ما دکتر نیستیم، برید ببینید شاید دوست داشته باشید داکیومنتری رو. خوبه کلا خوب. داشتیم صحبت میکردیم دیشب که یه هفت مون بی فکر کنم باید بریم، یعنی یه وقت یواش یواش فوریه بود. آره فوریه بود. بله بذارید فوریه بشه این سری. سعی میکنیم یه خونه واقعا پرایوت بگیریم که صاحب خونه بالا سرمون نبود. تایملاینی که این ایمان اینجا بود میشد فوریه مطمئنه که یه چیز بریم، یعنی یه جایی بریم ولی یه ذره کمتر دپرشن توی فضاش باشه دیگه. میدونی خب از دو سال پیش تا الان هممون جایی دیگه مثل اون موقع. اون موقع فقط فرزاد حالش خوب بود، الان ما اصلا نه منظورم ویویه. شبش دیگه مرگ بود. سیاهی خالص میتونه اذیتم بکنه به عنوان ویو. اون سایه 10 اومده، کسی ندیده سایه 10 رو؟ نه ولی سایه قبلی دیدی؟ من یک و دو شو فکر کنم دیدم. سه به بعد دیگه ندیدم. نه من 6 و 7 ش هم دیده بودم. 10 یه بارم من یه جا گفتم میترسم 10 نباشه. چیزو چی؟ من بعد از 6 یادم نمیاد فکر کنم دیگه همش یه. ولی این دیگه دیدی مثل آیفون دیگه چند تا رو اسکیپ کرد دیگه یادم میاد. آیفون رو اسکیپ کرد فکر کنم. آره نو اسکیپ کرد یه و رفت تو ده دوزی آیفون. آره ساده اومده. فیلم اسکورسیزی رو چی کسی دید؟ نه من Killers of the Flower Moon. من این فیلم های قدیم من نه اوپنهایمر رو دیدم اوپنهایمر رو من دیدم. اوپنهایمر 21 نوامبر. آقا من یه بیفی با سینما دارم جدیدن. آقا نمیتونم برم اصلا فیلمی که 3 ساعته پاز نداره من به یه دستشویی بخوام برم. ببین خیلی نیاز دارم که مثلا توی فیلم 3 ساعته یه بریک بگیرم واقعا به عنوان یک انسان. ببین منم اصلا فیلم باز نیستم، نمیتونم من بشینم پای فیلم، ولی اوپنهایمر خودم آخرش که تموم شد واسه خودم جالب بود که اصلا پلک نزدم. ولی خب اوپنهایمر تو دیدی فیلمو؟ خیلی بد انفورمیشن میده به نظرم، برای من زیاد بود. حالا تو نهیدی؟ من نهیدم.
تو رفتی لنگلی دیدی؟ آره منم لنگلی دیدم. یا مثلا جان ویکو مثلا من دیدم، واقعا دیگه بعد از یه ساعت و اینطوری که تو رو قرآن اصلا چرا فیلم‌ها دارن انقدر طولانی میشن من نمیفهمم. فیلم واسه بوسو یه وان اور ثینگ تاون شو بره دیگه. اسکورسیزی فیلمش 3 ساعت و نیمه. اصلا نمیتونی ببینی. کیلرز اف دی فلاور مون. یه فیلم دیگه هم بود رو نتفلیکس اومده بود. استندرد ورژناش هم بعدم میاد دیگه. 3 ساعت بود. رابرت دنرو بازی کرده بود. آیرشمن. آره اون فیلم قبلی اسکورسیزی بود، جدیدش از اونم طولانی تره. ولی اینو ببینید. این با قبل خودش. اونو من تو 7 تا ستینگ دیدم. آره من هم 2 تا ستینگ. این به نظر من از اون خیلی جذاب تره. بعد سیتینگ. آره. 7 تا سیتینگ، ستینگ. آره حالا اسکار امسال حتما کیلیان مرفی فکر کنم چیز میشه با دیکاپریو برای فلاور مون. کیلیان. ولی من دوستان کیلیان مرفی بگیرم. او اتفاق دیگه که افتاد، هادی چوپان دوم شد توی اون چیه داستانش من اصلا آره به منم بگید. خیلی مورد مناقشه بود. آره هادی چوپان ورزشکار با غیرت شیرازیمون. شیرازیه؟ بله شیرازی. یا لوره آقا اصلا از دیگه هادی چوپان و پدر من دو نفرن که میتونن نشون بدن شیرازی ها تنبل نیست. این دوتا رو من هر جا هر کی بگه تنبلم میگم آقا هادی چوپان پدرم. مثال های نغز هستن. آره این دوتا مثال نغز دیگه. هادی چوپان خب سال پیش مس اولمپیا رو شرکت کرد. این پس مستره. آره چون من همیشه فارسیش همش سوالو مستره مستره. حالا الان که میگی ولی مستر اولمپیاس 99 درصد مستر اولمپیاس شرکت کرد توی وزن اوپن. سال پیش اول شده بود، ویزاش هم خیلی دیر اومده بود و فلان و بیسار اینا، خیلی دیر رسید به تمریناش. امسال سر موقع ویزاش اومد، ولی موقعی که در واقع موقعی که رفتن دوم شد. همه ی کسایی که داورایی که در واقع جاج نمی کردن می گفتن که این با اول می شد به خاطر که بدن ورزیده تر و بهتری داشت، از سال قبلش به مراتب بهتر بود. ولی خب یه موضوع وجود داره توی آمریکا و کانادا، همه چی کلن در کشور غربی همه چی دورور پول می چرخه. موقعی که سال پیش شادی چوپان اول شد، اینا دیگه برای این طرف تور می زارن، می برنش این بر اون بر، آدم ها میان پول می دن ببیننش، عکس بگیرن، چه میدونم باش پروداکت میفروشن و اینا. به خاطر اینکه من احساس میکنم این کانسپیرسی تیوری منه که به خاطر اینکه هادی چوپان انگلیسی بلد نیست و ویزا نمیگیره خیلی جاها، از مسابقات که تموم شد سری برگشت ایران و شروع کرد تمرین کردن برای سال بعدش، میدونی. آره. دیگه نتونستن اون ازشون پول در بیارن، پول در بیارن، اون توره رو بذارن، تمام اون مراسمی که بعد از این، چون پول زیادیه دیگه، مثلا 1 میلیون یکیشون میگیرهشون 400,000 دلار میگیرن، مراسم سنگینی، دیگه نتونستن این پول رو در بیارن. و امسال خب این کسی که اول شد فکر میکنم مربیشون هم همون هانی رام بوده، مربیاشون یکی بوده هادی چوپان. ایرانی بود اونی که اول شد؟ نه مربیشون هانی رام بوده. بیشترین تعداد ورزشکار رو معرفی کرده که مثل اولمپیا بردن هانی رام بود، ایرانیه. آره اینا چیزایی که ایرانی ها توش خوبن. آره و دوم شد و خب اتفاق بعدی هم که افتاد he walked off stage، یعنی اونقدری که باید پروفشنال با این موضوع برخورد نکرد، با اینکه به نظر من حق داشت. میدونی مثلا تمام منتقدا وقتی میگن هادی چوپان میبره و بعدا نمیبره یه شوک میشی دیگه، یعنی اصلا منتقدا رفته بودن بود. یا کاربر ایرانی سوشال مدیا که چی؟ نه منتقدا همه تمام کسایی که این کارن و در واقع قبلا مربی بودن و یا چیز بودن میگفتن هادی چوپان میبره نسبت به کیسی که نشون داد. و یه موضوع دیگه هم وجود داره، اون اسم کامل رقیبش رو نمیدونم، دریک اسم کوچیکش، اون تو مدتی که داشت تمرین میکرد خیلی از بدن خودش استوری و خیلی فیلم و خیلی آپدیت میذاشت، برای همین خیلی سر زبونا بود. ولی هادی چوپان مارکتینگش بهتره. آره نه ببین واقعا different strategies دیگه. هادی چوپان نمیخواست از بدن خودش رو نمایی بکنه که نتونن مقایسش بکنن و میخواست یه سورپرایزی رو در واقع چیز بکنه. ولی خب وقتی تو بیشتر در مورد طرف زده میشه، بیشتر تو میدیا باشی، اون آمریکایی بود؟ آره آخرش هم احتمالاً بیشتر خیلی ولی کار سخت، ولی چیزش خیلی و قشنگ مشخص بود که he was not، خودش هم میدونست که نباید ببره. این موقعی که برد دیگه هیچی نداشت بگه، هیچی آماده نکرده بود و زد به my lord Jesus Christ، یعنی my lord and savior Jesus Christ رو تشکر کرد و همسرش رو بوسید.
و این ورزش یه حال مثل مثلا یو اف سی پرایوته، نه یعنی یه ارگانیزیشن، آره یه ارگانیزیشن دولتی که این رو، نه نه دولتی هست، نه همیشه با پرایوته ولی خیلی سخته اون به اون سطح از رسیدی معلومه. دونه دونه عضلاتشون اونجوری شده، دیدم عکسش سنشون مثلا واقعا فکر کنم 50 سالگی همشون عمر میکنن به خاطر اونقدر ماده ای که تو باید وارد اون بدن کنی، به غیر از اون ماده قلب تو اصلا دیزاین نشده اونقدر به اندازه ماسلات بزرگ نمیشه که بتونه اونقدر خون پامپ بکنه تو بدنت، برای همین اوورورکت میشه و خیلی سریع متاسفانه بمیرن. ولی آره سختیش که 100% و حالا چیزی که میگفتن، میگفتن به خاطر رفتاری که هادی چوپان نشون داد احتمالاً سالهای دیگه اصلا 4-5 هم بهش نمیدن. ولی خب آره حرفه‌ای رفتار کنی. آره ولی من از اون ورشم میفهمم که وقتی که این همه آدم بهت گفتن تو احتمال اول میشی، شاید یه ذره سخت باشه قبول کردنش اون لحظه، ولی خب نشد و میریم تا سال بعدی ببینیم چی. صبح هم دیدید برزیل رو بردین فوتبال؟ نه کجا؟ فکر کنم زیر 17 سال جام جهانی 3-2 برزیل رو بردیم. آخه مگه چند هفته پیش از یه تیم عجیب غریب نباخت؟ زیر 17 سال. زیر 17 سال رو نمیدونم. بیبه؟ زیر 17 نو جوانان رو فکر کنم باخت. آره اون که تیم فکر کنم عنایتی بود که رفت. آره 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 اون تیم چند سال بود؟ زیر 21 بود اون؟ آره فکر کنم امید بودون. اون تیم امید بودین زیر 17 اصلا نمیدونستم تیم زیر 17 سال جام جهانی دارن. ولی من بازم چند روز پیش داشتم در مورد همین هادی چوپان و اینا با لوئیس صحبت میکردم، اون میگفت تو برزیل هم همینه، میگفتش که تالنت خیلی وجود داره ولی پروفشنالیسم و یه تیمی که بره طرف و از لحاظ منتالی ترین بکنه، آره. از لحاظ مارکتینگ بعد میدونی، یعنی یه این توی آمریکا و کانادا و کشورهای غربی معمولا اینطوری که یکی یه تالنتی نشون میده، مثلا جاستین بیبر، میرن دورشو میگیرن چون همشون دارن ازش پول در میارن دیگه. آره، آره. اونو بزرگش میکنن، شور everybody else makes money too، ولی توی کشورهای مثل ایران و اون میگفت برزیل هم دقیقا همینطوریه. بازم مطمئنه برزیل بعضش از ایران بهتر. ایران خب محدودیت داره، مخصوصا این رشته ها نمیتونن درست خودنمایی کنن، تور بذارن. هر چی میگه شبیه ایران، یعنی من هر چی میگه آره میگم دقیقاً ما هم همین. بی‌نظمی و اینا شبیه، ولی اونا به نظر من چند مرحله بهتره. آره برزیل جزء کشور در حال توسعه است. بول خودشون اینطوری فکر نمیکنن و میدونی بهشو بگید ما اینطوری آره. فکر اقتصاد قوی آمریکا جنوبی هست دیگه. میدونم چی میگی، ما اینطوری فکر میکنیم ولی خودشون در مقیاس خیلی ناراحتن از کشور. بابا بیان ایران. آره زیاد مهم نیست، ولی سپاهان و پرسپولیس هم هم بازی داشته فردا. این که من فرستاده بودم مال کی بود؟ نمیدونم، اون قدیمیه. فردا بازی دارم. سپاهان برده بود امروز، استقلال تراکتور بود. مثلا شعار میدادن 2-0 برده سپاهان. 2-0 آره. بعد منو اد کنید تو اون گروه چون گروهی نیست. چرا؟ گفت فرستادم. نه نیست که آخه تو اینستاگرام. من اینستاگرام خودم رو بستم. خب پس چجوری ادیت کنم؟ خودکست رو اضافه کنید. بابا دو بابا اصلا مثل همون گروه تلگرام من که میشه صحبتی بکنی. آره من دیست فرزاد باشه، من دیست فرزاد رو بدم. من اجازه میدید من دیست فرزاد رو بدم؟ من میخوام دیست فرزاد رو لایو بدم. آره ببین خودت انگشت رو به سمت خودت گرفتی. من میخوام ازت خواهشی بکنم، تو کلن تو قسمت تکنولوژی خودکست هیچ دستی به هیچ جا نبر، یعنی نه لاگین کن، نه لاگ اوت کن. اون داستان گوگل درایو گفت خیلی قوی. آره ما یادم رفت که اینو گفتی دوباره شما همون شبی که شما نبودین. عجب. بله نه اون روزی که نهار خوردیم نبود، نه نه همون دفعه قبلی بود که اومده بودیم اینجا، همینجا بودیم فکر کنم. آره من خودم یادم رفت، خودم هم یادم افتاده بود چند روز پیش پشت فرمون. نه خودم هرس خورده بودم از دست ناراحت خودم. آخه می‌بینی چی؟ ما یه گوگل درایو داشتیم که یه یوزرنیم خیلی خوب و منطقی داشت. بعد فرزاد مرتبط. یه روز بلند شدم دیدم که یه ایمیل اومده your username has been changed، بعد یه اسم ایرانی هم بود و بعد من اینطور بودم که holy shit هکمون کردن. زنگ زدم به کورون من دسترسی دارم ولی نوشته یوزرنیمتون عوض شده، لاگین که میکنم اسم این بنده، اصلا این بنده خدا کیه من اصلا نمیدونم. آره. که بعد فهمیدیم که فرزاد میخواسته یه دونه ایمیل آدرس درست بکنه برای یه بند خدایی و اسم اون اصلا ترانسفر شد، اکانت خودکست ترانسفر شد
و دیگه برام نمیاد و الان من به هر کی اکسس میدم اون اسمو میبینن، میدونی چی میگم؟ یعنی الان گفتی سوالم تو از توی ایمیل. بله بله قشنگ سوال همه چی وجود داره. یه ایمیل خیلی دقیقه. اون یکی، اون یکی هم لولی که روی این گروه چنل یه چیزی تو تلگرام زده. اونو دیگه من نکردم، اونو به خدا من نکردم. اصلا من نمیدونم چه جوری. آقا ما داشتیم اپیزودا رو آپلود می‌کردیم تو کانال، من به شما اومدم گفتم تلگرام یه آپدیتی داره، میتونیم چیز بذاریم که کامنت بذارن. خب ما هم گفتیم بذار. منم همین رو میدونستم. بعد من اونو درست کردم، اون فضا رو، اون بستر رو من در واقع درست کردم. آره. چون زیر ساختش شما داره بستر سازی تو کارهای خودت. بعد خلاصه. بعد نگو اون گروهه برای خودش رفتن عضو شدن و چه اصلا من کلی فکر کردم که متوجه بشم چه اتفاقی افتاده، چرا اونجا کامنت هست، بعد میریم یه گروهی هست که اون کامنت ها توشه به علاوه یه سری چیز دیگه. آره. بابا الان که اینو اون گروه چرا اینجا هست چرا اون بر نیست؟ اون چیزایی که اونجا هست که اصلا واقعا کانسپیرسی تیوریه، یعنی اونجا که از اول داشتم فکر کردن که صحبت سر این بود که ایمان از موقعی که رفته کومان دیگه خودکست براش مهم نیست، خواستم آقا اصلا چه ربطی به من، چرا منو دیس میکنید اونجا؟ یه سری کانسپیرسی تیوری اینطوری بود. بعدش میگفتن که نه اینا با هم دیگه دعواشون شده تو همون گروهه. بعد می رفتم گفتم آره، بعد گفتم آقا به قرآن کسی دعواش نشده، ما فقط الان سرمون شلوغ و اینا. بعد دوباره مثلا میرفتم میدیدم یکیشون یه چیزی یه هفته یه چیزی از مثلا اپیزود 2 درآورده که نه ایمان اینو اینجا گفت دیگه، پس مثلا یه اتفاق افتاده. ولی گروه باحالیه. منم حالا از حالا آخرین باری که با هم داشتیم صحبت میکردیم و اینا بیشتر تو اون گروه میرم و حالا آره. صحبت میکنم و اینا. اولش که با آیدی خودم بودم، آیدی خودم لو رفت. آره. و اینقدر گیج کننده بود گروهه، بعد از یه جای بعد من مثل خیلی عجیب ادمین شدم دیگه، حالا معلوم نیست که آره کی داره حرف میزنه. آره معلوم نیست. خیلی گروه اگه اونجا چیزی می نویسید آخرش اسمتون رو یا من معمولا وایس میذارم اونجا دیگه مشخص من چند روز پیش پیام دادم از عمد اسم نذاشتم که حدس بزنن دوستان دست درد نکنه. بعد چی رو میخواستم بگم؟ آها من توی اون گروهه یه چند تا تیشرت گیو اوی کردم، تیشرت خودکست میدونم برای یه مهدی نامی بود که نرسید، یعنی از اون لیست من نمیدونم چرا افتادی بیرون. من میرسونم تیشرت رو، میدونم ما با هم دیگه الان من و تو من بیف داریم، من میفهمم، ولی اون تیشرت به دست تو میرسه. مهدی فعالا باید بهش بدی تیشرت رو. آها بله. زحمتی که من ایمان کرد خیلی مخالفت هم از کنم نداشت. رها شل. آره خب من اون تیشرت رو به دستتو میرسونم. آره توی هم مدتی که نبودیم من فکرم یه 7-8 تیشرت گیو اوی کردیم به کسایی که ساین اپ کردن. توی اون گروه 35 نفرن، من گفتم هر کی ساین اپ کنه من بهش تیشرت میدم. 37 نفر شدن. چون شما فکر کنم جوین کردید. نه دیشب یکی تازه اضافه شد. آخه یه جور عجیبه. بعد چه جوری میشه جوین شد تو اون گروه؟ نمیدونم. پرایوت پابلیک. یعنی 35 نفر اومدن. تو باید اینا رو جواب بدی چون تو گروه درست کردی. ولی واسه کسایی که میخوان صحبت بکنن خود کسیان گروه باحالیه. یعنی من خودم آخر روز اونو چک میکنم. چون الان گفتم فکر کنم بعد لینکشو بذارید. زرد میشه توش خیلی بحثای... غیر خودکستی و یعنی یه مدت داشتن نمیدون ریلیشنشیپ هاشون با هم میگفتن. من اومدم گفتم آقا اینجا که اجازه بدید قبول نکنم. یه مدت من داشتم میدم مثلا فلان لپتاپو من خریدم و اینا در مورد اسپسیفیک لپتاپ من هرچنگاهی میرم تذکر میدم. آره تذکر بدیم مثلا یه پادکست های دیگه هم اونجا صحبت میشه. این دیگه این دیگه واقعا فوش مادره دیگه، یعنی تو روی خودمون وقتی که این کارو میکنیم. ما این سیز مهمون بیاریم اینجا میشینم. تقصیر علی هست. نه دیگه یه نوستان دل کوچیک اینم تو صورتش بنده خود فرزاد وسط میره نمیذاریم اونجا بشینه بهمون بنده خود آفر نمیدیم. آره حالا ما میگم اگر که قرار باشه مهمونی چیزی داشته باشیم به هر حال باید یه فکری به حالش بکنیم. ولی خب میگم اگر که من دارم میرم به سمت بستن اپیزود، اگر که مخالفتی وجود داره بگید. من سوار میشم. آره اگر که مخالفتی وجود داره بگید. ولی اگر که ما توی این اپیزودمون کمی کاستی صدا بالا پایین دوربینا زیاد ست نبودن ببخشید، چون که اولین باری که ما اینجا این ستمون رو چیدیم. قرار بود چهارشنبه هفته پیش بیام، ولی خب من یه چند روز پیش بیام من یه مشکلی برام پیش اومد نتونستم بیام و رسید به امروز که قرار شد ضبط کنیم. برای همین اگه کم اون کاسی وجود داره تقصیر منه و سعی می‌کنیم درستش کنیم. نه اختیار داشت تقصیر منه من بدم.
این یه موضوع. موضوع دیگه ای که داریم باید ببینیم که گفتی هفته یه دونه الان داریم یه اپیزود میخواییم، برنامه اینه دیگه، برنامه اینه. حالا در مورد روزش هم با هم دیگه فکر نکنم هنوز صحبت کرده باشیم، یه روز مناسبی هم باید پیدا بکنیم و ساعت دیگه. آره بچه ها نظریم. آره چون الان همه دانشگاه و اینا هن یه ذره شاید سخت باشه تایمش رو پیدا کردن. واسه ریلیس کردن همه کس شنونده ها. ما دا یه لحظه است که باید برم دانش. نه 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 خواب نمیبینید یا برگشتید زمانی دانش فلم پاره میشم. یه خوابه برگشت دیتور شد. یه خواب من نمیدونم چرا این خوابه اینجوریه که یه دوتا کلاس من افتادم ولی اینا نفهمیدن تو دانشگاه که من اینا رو افتادم گذشته و من آره فارغ التحصیل شدم و اینها. بعد حالا صدام زدن که آقا باید اینا رو بیای مدرکم رو ازم گرفتن. خیلی بده خوابه. شما جنی چیزی میبینی این ور هی برمیگرد؟ نه نه اومدن چون من هدفون دارم من نمیشنم کسی از اون ور رد نمیشه. من فکرم بخته هدفون آخه هی برمیگرد نگاه میکنی بعد منم برمیگردم من چیزی نیست. درست از کنم جنی شده مثلا برمیگردی من رو نگاه میکنم. برای این خوابه که میگه امکان داره تو واقعیت بیفته واسه یکی از ماها. که چی؟ واسه یکی از ماها داشت. من اگه که این خوابه برای شما اتفاق بیفته من باید دو تا بچلره دیگه بگیرم، یعنی امیدوارم که این اتفاق اگر که بیفته من بتونم دو سه تا بچلره دیگه. ولی من هم خوابای مشابه میدم خیلی هم از من میتونم بهتون تجویز کنم که خواب نبینید. ولی خیلی دوستان ما خیلی تغییر کرده، ما عمق تغییرش رو الان متوجه. آره از خوابت فهمیدیم که تغییر کرده. از خواب خواب ندیدن. آره من صبح خیلی آره من شب خیلی راحت میخوابم، صبح خیلی زود بیدار میشم راحت. ولی الان این بعد بدنم ببین هفت اصلا نیاز نداره من آلارم بزنم. اولین بار هفت بیدارم، یعنی هفت که بیدار میشم بعد تصمیم میگیرم که مثلا بخوام نیم ساعت دیگه بخوام یا نه. ولی هفت بدونه مهم نیست که پنج صبح خوابیده باشم یا ده شب مثلا خوابیده باشم، هفت بیدار میشه بدن باله. ولی جالب من خیلی راضی ام ازش. دمتون گرم، مرسی که تا اینجای اپیزود رو با ما بودید. یه اپیزود وارماپ رو به جلو بود، حالا کلوفتیشو نمیدونم بعد رو به جلو قشنگ بود. آره رو به جلو بود. میگم دوست داشتیم که زودتر برگردیم ولی واقعیتش اینه که یه سری کارا داشتیم، یه سری فشارا بود که امکانش وجود نداشت. الان که اومدیم دوست داریم که بمونیم و روی در واقع ریتم مناسبی اپیزودامون رو بدیم بیرون با یه دید مثبت و دوباره رو به جلو. من دیگه بیشتر از این حرفی ندارم، باشه برای بعدا. شما کاری نداری؟ نه.